خب بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 18 تیر ماه سال 1400 برابر با 9 جولای 2021. هوا به شدت گرم هست چون تابستان هست و مواظب خودتون باشید، مخصوصا با این کرونای جدیدی که گویا از هند آمده. البته میگن دیگه نگید از کجا اومده، چون بعضی ها که نادان و کمدان هستن بر علیه مردم اون مملکت به اصطلاح شاخ و شونه میکشن. اون وقتا یه شعری میخوند، میگفت اومدم و باز اومدم، نمیدونم از هند اومدم و فلان، حالا از هند بیماری آمده. و اما امروز خیلی خوشحالم که با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود ساعت 3:30. خبری هنوز از آقای نیساری ندارم که میتونیم با ایشون باشیم یا نه. برنامه آقای حسن ارشاد ساعت 4 پخش میشه، برنامه شماره 375 ایشون. آفرین به این پشتکار. و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، هر کسی با هر عقیده. و ببخشید که این علامتای سوال اینجا، این وقتی ما فارسی می‌نویسیم، وقتی برنامه رو مال روز قبل برمی‌داریم و شروع می‌کنیم اینجوری میشه. حالا من اینو درستش کنم، ببخشید که اشتباه کردم، همون موقع درست نکردم، چون اینجا نوشته جولای 2nd، یعنی 2 جولای. خیلی کار هست، آدم باورش نمیشه، فکر کنه همه کارا رو انجام داده، بعد می‌بینه ای بابا هنوز نصف بیشتر کارها باقی مونده. بریم اینجا هم تاریخ رو با فارسی کپی کنیم و بیایم اینجا برای شما بنویسیم. هیچ تأثیری هم نداره دیگه، این برنامه ها مهم نیست که حالا چه روزی چه بده، مهمه که چی میگه. دوست داشتید در موردش فکر کنید، دوست نداشتید یک دقیقه دیگه فراموش کنید و برید به کارهای زندگیتون برسید. بله، این افکت 1 و 2 باید یه چی باشه. بله، جمعه 18 تیر ماه 1400 برابر با 9 جولای و ساعت هم هست 2:04 بعد از ظهر. خب میگن که هفته پیش اون کاری که من کردم، عکس‌ها رو نشون دادم، چند تا از دوستان تشکر کردن و یکی از اونها حتی گفت اگه این کار رو ادامه بدید من هفتگی چی باید بگیم حمایت میکنم. ممنونم شاهین، برنامه هاشو داره درست میکنه، میفرسه، بیکاره در آلمان، گفت یه دو روز رفتیم سر کار مثل که باز تعطیل شد. به نظر من فرصت خوبیه که افرادی مثل این با انرژی بیان در کارهای تلویزیون های ایرانی به اصطلاح شرکت کنن. و ایشون حتی پیشنهاد کرد، گفت خب شما که 24 ساعت دارید برنامه رو پخش میکنید، بگید ساعت 10 اخبار ساعت. گفت آها، اشکال همونجاست، 24 ساعت ما 3 تا 4 تا برنامه گذاشتیم، این تیپ خودش میره تا آخرش برمیگرده دوباره از اول. ولی اگه گفتی ساعت 2 روز جمعه برنامه سوربی از صبح جمعه باید بشینه اینجا آماده برنامه ها رو ردیف کنه، اگه گفتیم ساعت 10 اخبار، آقای شاهین باید خبرها رو از روز قبل و صبح آماده کنه. ساعت 10 به وقت ما که میشه 4-5 صبح آلمان، یعنی اونا جلوتر از ما هستن. بله، خلاصه اینجوری باید باشه. اینی که یه مقداری مشکله، حلالزاده تا گفتیم آقای شاهین خان، ایشون هم از راه رسید. شاهین امروز تازه متوجه شده که تلویزیون مردم رو میتونه روی تلفنش هم داشته باشه. گفت داشتم یه اپ درست میکردم، گفتم آقا این اپ و اینا مغازن، اینا رو باز کردم، مگه ما این همه سال اپ نبود؟ آقا میخواستی بری نمیدونم فولکس واگان، میرفتی وبسایتش، میخواستی بری نمیدونم فورد، میرفتی وبسایتش. حالا این بانک میگه اپ منه داشته باش، فورد میگه اپ منه داشته باش، فولکس واگان میگه اپ منه داشته باش. تلفن تو که باز میکنی، یه کاری هم که خودت داری نمیدونی کجا هست و چی هست. ماجرا اینه، تلویزیون مردم شما از هر براوزری که روی تلفنتون دارید، مثلا من 2 یا 3 براوزر دارم، براوزر یعنی جستجو، ماشین جستجو، مثلا یکیش اینه که اسمش هست سفاری فکر کنم، ها
همون مسافرت های سفاری چیز بود به چقدر ناخونام بزرگه، بلکه اینجوری ناخونای خودم ببینم. امروز از کوتاه میکنم، اینو که میزنی باز میکنی روی این مردم تیوی میاد، من گذاشتمش به عنوان هوم مثلا، وقتی اومد این زیر یه فلش زده، یعنی بفرستش برای یه جایی، وقتی میفرستیش بعد بهش میگی بذارش به عنوان بزنیم بهتون بگم که میگی چه کار کن. ببینید میگی add to home screen، اون وقت میاد روی صفحتون. وقتی گذاشتیش، من الان میتونم بگم 2 سالی هست روی هوم اسکرین هست. اینجوری میزنید، با ماشین دارید میرید، میتونید گوش بدید، میتونید برنامه های دیگر رو نگاه کنید، همجوری که بهتون گفتم صفحه اول روزنامه ها، این تلویزیون های ایران. اینم الان خود این آقای خوشتیپ خوشگل، آقای شاهین چند تا کراوات از آلمان بخر بفرست بیاد، برای که تو منو بیچاره کردی. حالا میرم لباس میپوشم، کراوات میزنم، میام تو راه رو، آینه رو که میبینم دوباره برمیگردم میرم یه کراوات عوض میکنم، میگم شاهین گفته این پیرپاتالا با کراواتای پن، برمیگردم یه کراوات باریکتر. ولی چقدر قشنگ مردم رو سر کار گذاشتن. هر از 10-15 سالی یقه ها پن میشه، کراواتا باریک میشه، یقه ها باریک میشه، کراواتا پن میشه. و ماشینا اون وقتا اینجوری بود، هر از 20 سالی از چارگوش در میمد راوند میشد، مثل بیزی میشد، دوباره برمیگشت چارگوش. برای که شما یه ماشین میخواستی بفروشی، میگو نه من این سالشو نمیخوام چون از سال بعد مدلش عوض شده. یعنی قشنگ اینها بلدن هزاران سال که نه، شایدم واقعا هزاران سال روی مارکتینگ کار کردن. الان 8 شبه، من متوجه ساعت 8 شبه. بابا اینقدر تلگرافی ننویسید تو رو خدا. بنویس الان آلمان ساعت 8 شبه. من فکر کنم نوشته چشم من کراوات باریک زیاد دارم، شاید خودم اومدم ازت بگیرم، این یه بهونه میشه. خب ممنونم، متشکرم. امروز برنامه شماره 8 شاهین رو هم که لطف کرده بود 3-4 روز پیش فرستاده بود، فکر کنم 4 روز بود فرستاده بود، از امروز براتون پخش میکنم. و به این صورته که هر یه برنامه که ایشون میفرسته با یه برنامه خودم، با یه برنامه آقای ارشاد، با یه برنامه کانون آوا، با موزیک خانم گوگوش هم میذاریم. حالا اگه یه وقت خواستیم شاهین و دوستاش تصمیم گرفتن چند ساعت هم اونا از آلمان کنترل کنن، من سالها پیش این برنامه رو گفته بودم که یه نفر از ژاپن، یه نفر از سیدنی، یه نفر از این، هر نفر اصلا پیدایش تلویزیون مردم این بود. شما از ساسان سوال کن میدونه هر جایی 6 ساعت برنامه داشته باشن، نه اینجوری هممون 24 ساعت برنامه داریم، دلمونم خوش تلویزیون 24 ساعته جهانی، ولی یه مش دیوانه جانی نشستیم 3 ساعت برنامه رو بازپخش میکنیم، اونم یه هفته، که هر وقت طرف میاد میگه آقا این که همون مرد کس، ولش کن، همون مزخرفاتو میگه. درباره این که شما گفتید که من هر وقت میرم آقای ارشاد هست، سالها پیش آقای حسیبی اینجا برنامه داشت و میگه آقای سربی من هر وقت میام برنامه دیگران هست، برنامه من نیست. بهش میگفتم آقا این حرفی که شما میزنی خیلی زشته، توهین به منه، یعنی من برنامه شما را ازت پول میگیرم ولی پخش نمیکنم. گفت نه منظورم پول نیست. گفتم شما یه وقتی 24 ساعت بشین برنامه رو نگاه کن ببین چند بار میبینی برنامه خودت. خندید گفت این که نمیشه. گفتم اتفاقا میشه، من از امروز براتون ضبط میکنم. اون موقع اینجوری بود، ضبط میکنم میفرستم. از اون روز نشستم تا فردا 24 ساعت ضبط کردم، 5 بار یا 6 بار برنامهش پخش شد. گفتم حالا میبینی 24 ساعت میتونی ببری عقب بیاری جلو نگاه کنی. پروگرامی که ما استفاده میکنیم تویچ هست. تویچ نمیدونم چه جوری میشه بهت اجازه بده که مثل DVR، مثل VCR ببریش عقب. یوتیوب این کار رو انجام میده، شاید به همین خاطر مجبور بشم دوباره برگردم اون پلیر صفحه مردم تیوی رو هم روی یوتیوب قرار بدم، که شما همین الان که مثلا برنامه رو داری میبینی، اگه دیدی سوربید حرف زیادی میزنه برگردی بری فیلم شاهین رو نگاه کنی، اگه دیدی شاهین تکراری گفت و یه چیزی گفت بری بعد این آقای، اگه اجازه بدید 1 ساعت دیگه با هم صحبت کنیم، یعنی 49 دقیقه دیگه روی برنامه هستم الان. و
بله دوستان عزیز، اگه یادتون باشه من هفته پیش گفتم با یه نفر میخوام صحبت کنم که سالهاست مایل هستم به عنوان، شاید الان ایشون رو داشته باشیم بهتره اگه حاضر هستن. شما حاضر هستید الان من روی برنامه زنده باهاتون صحبت کنم یا میخواین بعدن صحبت کنیم؟ من دارم دوستان تصویر ایشونه، صداتون هم خرابه. بله بله، اجازه بدید پس سر ساعت، الان اینجا 48 دقیقه مونده تا ساعت 3، تو 48 دقیقه شما حاضر بشین من باهاتون تماس میگیرم. خیلی ممنون، مرسی مرسی، متشکرم. بله دوستان، این آقای ابوالفضل بهشتی، دکتر پروفسور، کسی هستن که میشه گفت تاریخ شفاهی ایران هستن و رابطه هایی که داشتن، جاهایی که میرفتن و میبدن، خیلی جا داره که حرفشون رو ما گوش کنیم و بشنویم و ببینیم چه باید کرد. خیلی ممنون از دوستان که در قسمت قبلی کانون آوا برنامه زنده‌ای داشت، خیلی جالبه، هم روی فیسبوک باقی میمونه هم اینها به صورت بایگانی حاضرش میکنن، حتی ممکنه همین الان حاضر شده باشه ولی الان نری یا همینجا بشی، اینا رو میتونید برید تماشا کنید. به نظر من برنامه جالبی بود، دو تا مهمون داشتیم، یکی آقای غفور فتاحیان و دیگری آقای محمد رزاقی، هر دو قبلا هم در برنامه ها بودن. برنامه های کانون آوا رو هم میتونید از یوتیوب در هر ساعتی از شبان روز تماشا کنید. و اما آقای سعیدی، یادتون هست آقای سعیدی متریالیسم هست و ببینیم ایشون چی میگه. امیدوارم پیام های سوزی مفتدم سعیدی هستم، گفتم حالی ازتون بپرسم. ممنونم که معمول جواب نمیدید به تلفن ها، برحال این پیغام هایی میگذارم که از ارادتی کرده باشم و زمان تشکر کنم که مادریت شدید، مادریت رو شدید من رو برای کلاب هاوس، اونجا هم رو سرکی میزنم و این نظر وقتم رو پر کرده. بله خیلی ممنون آقای سعیدی. دوستان ویدیوهایی داره، برنامه‌هایی داره، حتما نگاه کنید و من خوشحالم که شما هم در کلاب هاوس هستید، ولی من دیگه تصمیم گرفتم واقعا تو کلاب هاوس نرم، چون ماجرای کلاب هاوس، بعضی از این دوستان که لوتی و معرکه گیر هستن میخوان از ماها به صورت انتر معرکه استفاده کنن، مثلا آقای مسعود معیدی که من خیلی قبولش داشتم، خیلی باورش داشتم، ایشون دو سه روز پیش آقای جواد خادم رو داشت. جواد خادم رو من 21 سال میشناسم و توی مریلند با ایشون آشنا شدم، فهمیدم که ایشون یکی از وزرای آقای بختیار بوده و پریروز یه تیتری گذاشته بودن توی کلاب هاوس، ارتش شاهنشاهی، شاپور بختیار و وزرا خائن یا خادم. بعد جواد خادم هم اونجا بود. اگه یادتون باشه من مصاحبه های انجام دادم با دکتر منوچهر رزمارا. دوستان بختیار و وزرا 5 روز رفتن عراق با صدام حسین دیدار و گفتگو کردن، از اونجا پول گرفتن. بالاخره آقای رزمارا چون حالا یا دلخوری داشت از اینها و شاپور بختیار، توی برنامه گفت که رفتن صبحونه خوردن، گفت همه ما توی قصرهای بودیم توی کشور عربی، هی گفتیم آقا این کشور عربی اسم داره، اسمشو نگفت، حالا بازم خدا پدرش بیامرزه اقلا اون ماجراها رو گفت. گفت رفتیم صبحونه خوردیم و وقتی آمدیم درو که باز کردیم دیدیم یه دونه از این کیفای سامسونت اونجاست. ما باز کردیم ببینیم این کیف چیه، گفت دیدیم پر پوله. فکر کردم از این پولای قلابی کاغذی هست که میذارن توی چمدونا و کیفا که چمدون له نشه. گفت من اینو برداشتم، قرار بود بعد از صبحونه بریم مثلا توی اتاق اصلی همه جمع بشیم، برداشتم بردم اونجا، دیدم اونا هم همین کیفا رو آوردن و میگن که این ماجرا چیه. و خود شاپور بختیار هم گفت برای شما کیف سامسونت آوردن، برای من یه چمدون پول آوردن. ما اون روز به عنوان تشکر در برنامه آقای معیدی رفتیم گفتیم آقای خادم خیلی ممنون که بالاخره شما ماجرای پول و ماجرای رفتن عراق و دیدار با صدام و اینا رو گفتید. و یه موضوع دیگه هم بود، بعد آقای خادم اولا پیر، گوشش دیگه درست نمیشنفه، آمد و عصبانی شد و آقا این آقا هر جا من میرم میاد
میخواد آبرو منو ببره. آخه مردک، بی وجدان، خائن. میدونید من هیچ کس رو تا امروز خائن خطاب نکردم، ولی اینایی که مجاهدین و بختیار و وزیراش که رفتن با صدام حسین، رفتن با صدام حسین و اون ماجرای 8 سال جنگ رو برای ایران به ارمغان آوردن، اینا همه خائن هم. حالا شما با هر صابونی میخوای پیکر پلیدشون رو بشوری، دیگه شستنی نیست. این مردک میگه که مردم نگاه کنید، این اینجوری میگه، اونجوری میگه، و مگر کسی دیوانه است که پول رو تو چمدون بذاره، حساب بانکی هست میریزه به حساب؟ یکی نبود که به این بگه مردک دیوانه. کسی که میخواد پول بده یکی کودتا کنه که پول رو به حساب نمیریزه. ضمناً شما که فراری بودید از ایران، نشون میده که همتون حساب در خارج داشتید که امروز باد در گلو میندازی و میگی پول رو باد میریختن به حسابمون. و الا ایرانی که فرار میکنه از ایران میره، این که پولی نداره که آقای صدام حسین پولش رو بریزه به بانک. و همین امروز در دنیا، حتی ایران، دیدیم که پول قاچاق میکنه به ترکیه، این ور ور، پولایی که نمیخوان کنترل بشه، اینا رو حالا یا تو چمدون یا توی نمیدونم پارچه یا توی ماشین جابجا میکنن. ولی بنازم یه نفر آمد، آفرین به وجدانش، حالا یا آقای کاتوزیان بود یا آقای نوری علا، ولی نه نوری علای قلابی آخوندمون اینجا، نوری علایی که گویا در ایران و کرمانشا و اینا هست. این آقا اومد گفت که آقای معیدی، سوروی درست میگه، آقای منوچهر رزمارا، دوستان اگه یک کسی میتونه اینو با فارسی بنویسید، منوچهر رزمارا گفت که میلیون ها دلار پول گرفتن، ولی اون میگه همه رو دادیم به بختیار، بختیار تقسیم کرده. خلاصه آقا عجب بیشرفایی بودن. یکی از همون بیشرفا همین خادم، جواد خادم، دیدید میگن فلانی کوره، بهش میگن چراغعلی، کچله میگن زلفعلی، اینم خائنه، فامیلیش خادمه. این مردک حتی تو صحبتاش راجع به کشته شدن برومند گفت که چون شاپور بختیار و برومند و ایشون تهدید میشدن، یعنی اونای دیگه مهم نبودن، تهدید نمیشدن، ایشون بلند شده از فرانسه رفته، حتما فکر میکرده جونش از دیگران عزیزتره. البته خودش اضافه کرد امروز شما ممکنه فکر کنید که این آقای خادم ترسو تشریف دارن. نه قربان، همون روز هم شما ترسو تشریف داشتید. بعد زن انگلیسی داره، 4 تا بچه داره، فکر زنش و 4 تا بچهش بوده، پولا رو برداشته و رفته انگلستان، این بمانه. بعد آقای معیدی و دیگران که تو اون اتاق ادمین بودن، من رو از اون بالا میکروفونم رو خاموش کردن، بعدم هی میگن سوروی نیستش. میگم آقا من اینجا هستم، چی سوروی نیستش؟ این بازی ها چیه؟ آقای معیدی، دوست عزیز، شما میتونی لوتی باشی؟ میتونی آقای خادم رو هم به عنوان انتر بیاری اونجا که بتونی 700-800 نفر جمع کنی؟ ولی این کارت ادامه پیدا نمیکنه، چون مردم یکی یکی میفهمن ذات اصلی شما رو میشناسن. هی شما آخر برنامه میگید تو رو خدا منو حلال کنید، هی میگی آخر برنامه به پدر مادرت فوش ندید. من حالا تازه فهمیدم لابد یک کاری کردی که به پدر مادرت فوش میدن. بمانه. سلام به آقای سوروی، الان 8 شب، پارچه ها گشاد میشه تنگ میشه، پاچه ها، آره راست میگه، پاچه ها گشاد میشه و تنگ میشه. میگه شما که آلمان بودی فولکس واگن یعنی چی؟ آقا دیگه فولکس همینجا هم یعنی مردم، واگن هم که یعنی ماشین مردمی دیگه. آقای اکبری، کم کم به شعور من، فولکس واگن پیدایشش این بود که گویا هیتلر از مردم پول گرفت که برای مردم ماشین درست کنه، خوردن به جنگ، پولا رو کرد خرج تانک و اتینا و اینها، ولی اسم موند و ماشین خیلی خوبی هم هست، از اون فولکس واگن های قورباغه‌ای گرفته تا فولکس واگن، حالا بماند، چند سال پیش یه تقلبی کردن اینا. ولی فولکس، همون کلمه فولکلوریک میگیم، چی میگیم؟ که یعنی آهنگای مردمی اینا، از اینجا اومده. بماند. خیلی ممنون، دقیقا خیلی خوب میشه، من پشتش رو میگیرم، بقیه هم کمک کنم. اکبر آقا، این ماشین برای مردم ساخته شد، اسمش روشه. خیلی ممنون، این داشت منو امتحان میکرد. سلام آقای سوروی گرامی، آقای شیخی، ممنون، متشکرم. شنیدم آقای سوروی، همه گفتن خادم، همه گفتن پول گرفته، خادم گفت دروغه، کاتوزیان بود. آها، پس شما اونجا بودید. من توی کوههای وست ویرجینیا داشتم رانندگی میکردم،
خدا شاهده رفتم توی پارکینگ پارک کردم، تلفنم رو هم اینجوری بارونم میزد، از در پس پنجره کردم بیرون که به اصطلاح بتونم رسپشن داشته باشم، که فکر میکردم آقای معیدی اقد مرد هست، اقد وجدان داره، اقد شرافت داره. البته از روزی که با شهرام همایون و به خاطر اینکه تو برنامه همایون باشه، هم داره فلان جای همایون رو لیست میزنه، اگه برید یکم نزدیک میبینید دماغش قهوه‌ای شده، هم تلویزیون اینترنشنال، هم آقای خادم. آقای معید، گیرم که شما روزی 1000 نفر بیان تو این اتاق هی به شما بگن خسته نباشید، خود من یکی از اونا، مدیر خوبی هستی، چه بهت میرسه بیچاره؟ تو که خودت میگی همش میگیرنه، تو دردسری، نشریت رو بستن، پدر مادرت اینجورن، مجبور شدی خانمتو طلاق بدی، فلان و بسار. آقا نکن، یکم بشین فکر کن. همین امروز که جمعه است من میخواستم زنگ بزنم، چون جمعه ها میره کو، بعد گفتم نه، آقای معیدی از نظر من دیگه حتی ارزش یک تماس ساده رو نداره. ولی آقای شاهین خان، شما من دیدم برنامه هات خیلی ویگه، ویگ یعنی خیلی گسترده است. اینجا پیتزا که درست میکنن وقتی این خمیر رو میکشن وسطش پاره میشه، به چی هم میگن استرچ تو مچ، میگن یک خیلی چیزی رو بکشی پاره میشه، کش باشه میپکه به قول شیرازی پاره میشه. خودتو پخش و پره نکن، اینجا آموزش داری میدی، اونجا داری کتاب میخونی، اینجا میای دیگران رو میز تشریح میذاری، زیر ضربین میذاری، کارات قشنگه. میدونم وقتی اینجوری میشه به صورت واریته هم هست، ولی به نظر میاد هنوز نمیدونی میخوای چیکار کنی. یه آقای ایرانی هست این کارو میکنه، حالا یا اسم قلابیشو گذاشته آرش کمانگیر، اینجاش هم موهای سیبیلش سفید شده، از اینایی که صورتش پیس ایران، برنامه‌اش خوبه، همش ویدیوهای اینو اون میگیره میذاره، اون مثلا خطش معین شده، بیننده‌هاش هم نگاه کنی نقل 40-50 هزار تا. من فکر کنم شما خطت معین نشده، اگه خواستی همون برنامه‌ای که گفتم، یکی اون ماجرای خبرهای صفحه خبری مردم ریپورت دات کام، یکی مردم تیوی رو با دوستات صحبت کن، مخصوصا حالا که شما فهمیدم شغل چیه و اونجا تعطیله، میتونی اصلا اونو قید بزنی بیای تو کار میدیا. بذارم براتون یه چی بگم، اگر آخوندا بریزن برن، آیا برای من چیزی عوض میشه دوستان؟ نه، من همین برنامه رو دارم، همین عکس ها رو میارم نشون میدم، همین خبرهای روز رو میگم، تموم میشه میره. ولی اونایی که ادعا میکنن میخوان بجنگن، کمپوزیسیونن، جنبش دارن، که امروز من از آقای نیساری خواستم بیان، تا الان تماس نگرفتم، بیام آقای نیساری این چیه شما با آقای چیز، یه روز میگین اعتصاب 30 شبان روز، حالا دیگه میگین ساختمونای دولتی رو آتش بزنن. آقا ساختمون دولتی یعنی چی؟ اینها یعنی بناهای ملی، اینا رو آتش بزنن. چرا نمیگی برن خونه های آخونده ها و انگلزاده ها رو آتش بزنن؟ چرا نمیگی مثل رئیس جمهور هیتی که رفتن کشتنش، بدبخت، حالا مثل که آدم خوبی بوده اون، برن اونا رو بکشن؟ آخه شما هنوز اون ماجره، گفتم بهتون ما ایرانی ها اشتباه یادمون دادن، میگفتن دبستان دولتی. آقا این دبستان ملی بود، دولت از کجاش مدرسه میاره؟ بعد دبستان خصوصی رو میگفتن دبستان ملی. اصلا همه چیز خر تو خر بود، همه چیز شیر تو شیر بود. خانم ستاره همشهری ما نوشته بود که نمیدونم مردم اینجور، میگم این مردم من متوجه نمیشم، این مردم آموزش آخوندها رو دیدن خر شدن، یا 57 سال آموزش دو تا پادشاه رو دیدن خر شدن؟ خب یکیتون بیان بگید چی شد که اینجوری شد؟ وقت برای این مردم شما میخوای اینقدر فداکاری کنی؟ نمیدونیم برای که نمیدونیم. آقا من 2005 آخرین باری که ایران بودم گفتم دیگه ایران برو نیستم، کلامم بیفته اونجا نمیرم، یعنی ایران خمینی و آخوندا و خامنه‌ای برن، شاه بیاد من نمیرم، سرهنگ بیاد نمیرم، حکومت نظامی بیاد نمیرم، مجاهد بیاد نمیرم، بهترین حکومت دموکراسی بره اونجا من نمیرم، چون اقلا 50 سال طول میکشه تا بخوان درستش کنن، من دیگه 50 سال از عمرم باقی نمونده، نه مثل آقای بهروز وثوقی هم، نه مثل دیگران که قبرم رو ببرید اونجا و نمیدونم، مگه اونجا قبرستونه؟ بمانه بنده این از این. اوکی، منم شنیدم کاتوزیان بود، خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکرم. بله، 2-3 نفر هستن هم خیلی صدای خوبی دارن، وقتی حرف میزنن آدم کام میشه، ریلکس میشه. و حالا متاسفانه من وقتی هم معمولی حرف میزنم مردم میگن صدای تو آدمو میترسونه. در هر صورت پس شما شنیدی،
شما شنیدی که من دروغ نگفته بودم، ولی آقای معیدی حاضر نشد، بعدم تازه آقای خادم قهرم کرد، من تصمیم میگیرم دیگه نمیام. معلومه که دیگه نمیام، چون حالا شلوارتو درآوردن انداختن روی بند تا خشک بشه، جیش کرده بودی تو خودت، معلومه که دیگه نمیای. ولی آقای معیدی اگه شما نیای باید کلاس بیان خاطراتتونو بگین، شبی در کافه مشقنبر اینه که مجبور میشه شما رو به عنوان انتر مجلس داشته باشه. اون وقت خود آقای معیدی برنامه که شروع میکنه ماها رو دعوت میکنه، اون پشت نمیدونم پینگ میکنن دعوت میکنن دعوت میکنه، خب مرد حسابی، یا بگم مرد که ناحسابی، ما رو دعوت کردی اومدیم اونجا حرفی زدیم. این لجن آقای وزیر خائن جواد خادم حرف میزنه، اسم منو میاره، بعدشم تازه ببینید چی گفت. خادم میگه که آقای شاپور بختیار انقدر بی پول بود که وقتی مرد آقای برومند رفت 250,000 دلار بدهکاری بانک رو داد. دوستانی که در آمریکا هستید، در آلمان هستید، اینا خب تو آمریکا بنده اگه بخوام خونه بخرم میگن تنه میخوای خونه بخری؟ میگم نه، زن دارم با همسرم هم. میگن دوتاتون امضا کنید. بعد اونجا که نشستیم میگن نگاه کن کار دنیا، تصادف کردید دوتاتون با هم مردید، ما این خونه رو پولشو میدیم به بچه هاتون، ولی ماید مایی 12 دلار بیمه بخرید، یکیتون مردید یکیتون زنده بودید، ما پول این خونه رو به اون یعنی بدهکاری رو میدیم، خونه میشمار شما. من پرسیدم آقای بختیار چگونه از بانک پول قرض گرفته؟ کسی که پسرش رئیس پلیس فرانسه بوده که مجبور شده آقای نیر برومند بیاد پولشو بده، احتمالاً یه بیزینسی را انداخته بودن، یه پولی قرض گرفته بودن، آقای برومند به عنوان کوساینر یا ضامن بوده، اونم به خاطر کونگوی خودش مجبور شده بره پول بده، وقتی هم پول میده اون وقت همه اون بیزینس رو میگیره. حالا بشینید اینجا، حالا دختر خانم برومند اومده میگه حساب کتاب اون 40 میلیون دلار و پولا و اینها رو هیچ کس نداشت جز بختیار و پدرم. بعدم بختیار و پدرش دعواشون میشه، پسر برومند حسابا رو داره، بعدم پسر برومند تصادف میکنه، حالا دیگه هیچ که حساب نداره. خوشتون میاد؟ آقا اینجوریه که 43 سال این آخوندها دارن حکومت میکنن. یه مش خائن، یه مش ترسو، یه مش پدر سوخته، یه مش مادفاکر، واقعا اینا دستن در کار شده بودن. هر کسی آمد یه پولی گیرش اومد. همین آقای رزمارا میگن پوله رو برداشته آورده فرانسه. آقای بابک ایروی میگو آورد، اصلا آشنایی من با بابک ایروی اینجوری بود، ضمن اینکه من عموشو میشناختم، مصطفی ایروی، دکتر مصطفی ایروی، ولی دیدم یه جوونی اومده بابک ایروی نشسته داره راجع به بختیار بد میگه، گفتم همه خوب میگن این چرا بد میگه، نشستم گوش دادم دیدم آقا راست میگه. گفت بختیار اینجور اونجور، از خودتون سوال کنید چگونه امکان داره شما پسرتون رئیس پلیس، اصلا رئیس پلیس نه، یه آجان باشه، یه گروبان باشه تو فرانسه، 4 تا پلیس هم مامور خونتون باشه، اینا بیان سرتون رو ببرن، ازش سوال کنه آقا تو گوشت رون میخوای یا گوشت نمیدونم پشتگی گردن میخوای، تیکی تیکی کنن طرفو برن. آقا اینا خودشون به جون خودشون افتادن، گروه پدر آخوندام دنبال اینا بودن که اینا رو بکشن. ماجرای فرخزاد یکی از دوستان پریروز بعد از همین ماجرای که من صحبت کردم توی کلاب هاوس، طرف به من زنگ زد آقا من یه روزی برات ماجرای اون کسی که فرخزاد کشت میگم، چون اون دو نفری رو که رفتن خونهشو، فرخزاد یه سگ جرمن شپر داشته، میگن این اصلا خیلی سگ نازی آباد بوده، قریب خودی نمیکرده، همه رو میگرفته، ولی چگونه است که وقتی این میاد تو خونه سگ رو میذارن تو اتاق و فلان اینا، یعنی آشنا بودن با خودش بودن. حالا خیلی ها میگن چون هم جنسگرا بوده، رابطه های عاشق و معشوقانه و اینها بوده، ولی این دوستمون اگر بیاد بدقولی نکنه قرار شده راجع به فرخزاد هم صحبت کنه. الان دوباره هستش، داره درباره کودتای نوژه میگه. آقا کودتای نوژه رو همین بیناموسا، همین بیناموسا با پول لو دادن، حالا کی باشه تو گند اونم بالا بیاد. شما ببین اینا 37 وزیر بودن، مسکی خیلی داستان جالب یا نه، 37 وزیر 37 روز حکومت، بعد 40 میلیون دلار همش همون کارمون خیلی خراب. آقای شاهین خان اگه یه روزی من مردم یادت باشه، من سال 1998 شروع کردم تو تلویزیون با رادیوی محلی، بعدم به رادیو تلویزیونای اینجا به اصطلاح کار، 5 سال طول کشید
سال 2003 رسیدم به این جمله. این جمله نگاه کن، فعل داره، فاعل داره، مفعولم داره، ولی سه تا کلمه است. کارمون خیلی خرابه. اینو من گفتم، هنوزم باور دارم. حالا ایرج اگه زنده باشه این میگه آقای سربی این جمله رو باید با طلا نوشت. چیه میگن بالای سر در نمیدونم سازمان ملل گوه میخورن؟ دروغ میگن، همچین چیزی نیست. بهتون گفتم روی قالی نوشته شده که این قالی رو هم جمهوری اسلامی از طریق همین آقای هوشنگ امیر احمدی به اون خانم کی بود؟ آلبرایت. اتفاقا به من میخواستن بگن بیا سکیوریتی این باشه، گفتم برو آقا این بخواد کسی شوتش کنه میندازم جلو در میره. دور از جون ما تازه پیدا کردیم. چی رو تازه پیدا کردی؟ بله، جواد خادم، وزیر خادم یا وزیر خائن. اصلا اینا این 37 روز چه غلطی کردن جز دشمنی با همدیگه، جبهه ملی رو اونجوری ریختن به هم و فلان اینا. و خب دوستان، یه خانمی چند سال پیش از من کمک خواست، گفت من در ترکیه هستم چنین و چنان، و من هم به اصطلاح اون موقع علی ترابی و خانوادش در ترکیه بودن، معرفیش کردم به اون خانواده و هر دو خیلی خوشحال بودن. هم علی ترابی که از من مسن‌تره گفت خب اینم مثل دختر من، پسرش هم مثل نوه من، و این خانومه هم خیلی تشکر و اینها که اینا خانمش آرایشگاه داره، نون میپزن فلان اینا، من زندگیم امن شد، وایسادم اینها، اینو شما داشته باشید. تا دو سه هفته پیش یه نفر با من تماس نگرفت، یکی عکسی فیسبوکی رو فرستاد که آقا این خانم در ترکیه احتیاج به کمک داره، که من مریضم، پسرم مریضه، فلان اینها، و من تماس گرفتم. اسم این خانم حالا با اسم لیلا، مواظب باشید دوستان، اسم عکس، این روزا هر کسی گفت آقا من کمک میخوام، شما بهش بگو من با فیسبوک باهات تماس میگیرم، عکست باشه، اسمت باشه، برات پخش میکنم، مردم کمک کن. ما تا این خانم گفت اینجوریه و من ترجیح میدم، خیلی هم قشنگ نوشته بود، من ترجیح میدم از هموطنانم گدایی کنم تا اینکه به ترک ها رو بزنم، چون ترک ها تا بهشون میخوام رو بزنم بر روی دارم، میخوان از من سوء استفاده جنسی کنم. ما هم همون موقع این دوستمون 50 دلار فرستاده بود، من نوشتم که من 50 دلار میدم، پتیکم گفت منم 100 دلار میدم، برای این خانمم نوشتیم اینجوری، گفتیم چجوری، گفت یه دوستی که اگه تو ترکیه دارید، گفتیم نه دوستمون بود تو ترکیه اومد اینجا، حالا دشمنمونم شده آقای علی ترابی تو کالیفرنیا، ولی یه دوست دیگه دارم بذار تماس بگیرم. تماس گرفتم به اون دوستم، گفت آقای سربی این کارو نکن. گفتم چرا؟ گفت ببین من اینقدر از این کارا کردم، پشت دست خودم سوزوندم، خانمم ازم ناراحت شده اینا، و الان دیگه فقط به حیوانا کمک میکنم. گفتم یعنی چی؟ گفت آقا حیوانات بی سرپرست اینا. گفتم بابا این میگه اینجوری فلان اینها. گفت که خب اگه اینجوره من تحقیق میکنم به شما خبر میدم. آقا تحقیق کرد، به من گفت این خانم اونی که به اسم لیلا چیز هست دروغ میگه، اصلا این آی پیش با چند تا فیسبوک دیگه یکی هست، اینا رو هم برای من عکس گرفت و فرستاد و اینها. و دوستان بهتون بگم، شما که فکر میکنید وی پی ان دارید، شما که فکر میکنید نمیدونم فلان پروگرامو دارید بلاک میکنید، هر کسی یه پله از اون بیشتر بلد باشه میاد داخل. شما در ماشینا رو دیدید؟ شما فکر کنید چقدر بهتر از چند سال پیش شده دیگه، کسی نمیتونه با سیم بندازه بالا بکشه، ولی زنگ میزنی یه پسره میاد تنبونش هم اون پایین داره از کونش میفته، 60 دلار از شما میگیره، یه چی میکنه کنار شیشه در رو باز میکنه. یعنی اونا یه قدم از شما جلوتر باشن همه اینا رو میتونن بفهمن. و من خیلی عصبانی شده بودم این چند روز، به حدی که اصلا نمیدونستم چه کار کنم. به اون دوستم گفتم آقا شما پول نفرست، صبر کن، این اصلا این اصل ماجرا بو میده که نمیدونم شما پول بفرست به حساب پسر همسایه من و فلان و اینها، اصل ماجرا بو میده. و یه جای دیگه هم بودیم، ما یه صحبت کردیم، یه پولی هم جمع شد، بعد برای حالا یکی یکی اینا نوشتم که آقا این پولی که برای این هدف من جمع کردم
نمیخوام بفرستم. گفتن هر کاری خاصی بکن. به این نتیجه رسیدیم زیر $1,000 بدیم به بیمارستان بچه ها اینجا. حالا این بمانه. ولی امروز به شما اعلام میکنم، از امروز، سالها پیشم گفتم، بنده هیچ دخالتی در پول گرفتن از یه نفر به یکی دیگه، پول دادن و کمک کردن، دخالت نمیکنم. اگه شما واقعا راست میگی یه ویدیو درست میکنی، اگر افتخار میکنی به این که کمک کنی، دست نیاز به سوی ایرانی ها دراز کنی، پس باید دیگه لازم نیست عینک بزنی، لازم نیست صورت رو بپوشینی، لازم نیست مثل چهارشنبه سوری چادر روسری بندازی سرت، تاق تاق کنی میای خیلی قشنگ شیک جلو، لازم هم نیست لباس پاره پوره پوشیده باشی، میای میگی من آبرو دارم، احتیاج به کمک دارم، مردم هم کمک میکنن. امروز توی صفحه ایشون دیدم خیلی ها نوشتن که از بس مردم دروغ گفتن و سوء استفاده کردن، ما حاضر نیستیم کمک کنیم، ولی این کار رو من انجام میدم. آقا لازم نیست فقط خانم ها باشن، آقا خانم، دختر، پسر، پیر، جوان، اگر نیازمند هستی یه ویدیو درست میکنی. ویدیو درست کردنم این روزا هیچ کاری نداره، الان من بهتون یاد میدم، ضمن این که همه تون این صفحه مردم تیوی هنوز اینجاست، ضمن این که همه تون از من بهتر بلدین، میزنی روی این، اینجا که میاد میزنی ویدیو، ویدیو که آمد میگیری روبرو خودت، اینم دوربین رو پس و پیش میکنی یا هرچی میگی که الان ضبط میکنم. دوستان سلام، من سوربی هستم، آمریکا زندگی میکنم، من وضعم بد نبوده ولی الان ورشکست شدم، هرچی اینو برای مردم پخش میکنی، مردم کمک خواستن کمک میکنن، نخواستن بفهم از این سوال. سلام، من سوربی هستم، آمریکا زندگی میکنم، من وضعم بد نبوده ولی الان ورشکست شدم، هرچی حالا اینو دوستامون بردارن بذارن بگن سوربی ورشکست شد، مشکلی نداره. میگه تا حالا بیشتر از 10 نفر از ترکیه، کردستان و عراق از من کمک پولی خواستن، تحقیق کردم دیدم همشون دروغ میگن و وضعشون از من بهتره. حالا من آقای اکبری یه درجه از این بالاتر میبرم شما رو، خیلی از اینا که با اسم زن، با عکس زن میان، مرد هستن و برای مجاهدین پول جمع میکنن، اونم بیشتر مواظب باش. بهترین کارش اینه، آقا فیسبوک مجانی، واتساپ مجانی، اسکایپ مجانی، اگه کسی تلفن داره رو فیسبوک تقاضای کمک میکنه، رو فیسبوک هم میتونه با آقای اکبری تماس بگیره، بگه الان بفرمایید، من یکی دو بار آقای اکبری لطف کرده راجع به فیلم ها پیغام گذاشته، من باهاش صحبت کردم، ممنون و متشکرم، تماس بگیره شما ببینیش، همین که ببینیش، همین که حاضر بشه تماس بگیره، من فکر کنم 60% دروغگویی ها رو پاک میکنه. رو اون 40% هم من همیشه باورم این بوده، به جایی که شک کنم بگم اینا دروغ میگن، بگم ممکنه 1% این راست بگه، من به خاطر اون 1% کمک میکنم و امیدوارم اون 1% درست باشه. ولی الان چنان باور من متزلزل شده که حاضر نیستم به هیچ کس مگر بیمارستان چیلدرن هاسپیتال کمک کنم قشنگ به اسم این به اسم اون. اینجا من میتونم اگر دوستی یه پولی فرستاد گفت آقا کمک کن به بیمارستان، کمک کنم به بیمارستان فیرفاکس هاسپیتال، براش هم بنویسم به اسم آقای اکبری، رسیدش هم براش بفرستم، آقای ایشون 50 یورو مارک هرچی پول اونجا فرستاده بیمارستان فلان، که برای این کارا خودتونم میتونید این کارا رو انجام بدید، توی شهر و دیار خودتونم هست. ولی حالا چون راجع به کمک هست و اینا، بریم یک کمی هم روز جمعه است برنامه ببریم رو حالت تفریح. میگه خدا وکیلی کارمون خیلی خرابه را باید با آب طلا نوشت. آقا برید این ماجرای بنی آدم اعضای یک دیگرند و بالای سر در چی نوشتند و کوروش سازمان ملل اینا رو نگاه کنید، یه قالیچه ای دادن به این سازمان ملل، اونم توی اتاقی انداختن، تو اون اتاق گوشه پایین این قالیچه نوشته نمیدونم بنی آدم اعضای یک دیگر. چه آدمای دروغگوی. امروز یه فیلمی برای شاهین فرستادم که یه نفر میخواد نمیدونم قهرمانان یونانی، قهرمانان دیگه کجا، روم، روم باستان، یونان، ترکیه، همه اینا رو هی بگه ایرانیان، ایرانیان. آقا اصلا همه دنیا ایران، ای خاک بر سرت، حالا که شده ویران دنبال چی میگردی تو این قبرستونا؟
که نمیدونم فلان سردار یونانی رو بیاری بکنی، نمیدونم اسفندیار بکنی، فلان بیسا اسفندیار و رستمی که چی بوده، سهراب و رستمی که ننه بابا ننه بابا بچه رو نمیشناخت، بچه بابا رو نمیشناخت، عجب خر تو خری بوده. حالا یکم احترام بذاریم بگیم شیر تو شیر بود. خب تا الانم من پیامی از آقای نیساری ندارم، میذاریم هفته آینده با ایشون صحبت میکنیم، امیدوارم موفق باشن. ولی اگه ازشون بپرسم شما چه برنامه‌ای داری که میخوای موفق باشی، ما بالاخره نفهمیدیم. اینا میخوان راه‌های شهرها رو ببندن، میخوان ساختمان‌ها رو آتیش بزنن، میخوان اعتصابات شبانه روزی داشته باشن. من فکر میکنم هیچ کدوم از برنامه اینها به جایی نمیرسه، ولی میدونم اگه یه اتفاقی افتاد همه اینا میگن ما بودیم. تو آمریکا میگن پیروزی 1000 پدر و مادر داره، ولی شکست یتیمه، یه دونه پدر مادرم نداره. خب بله آقای اکبری، یک بار عکس قالیچه رو واسه شما فرستادم، دمت گرم. دوستان این فیسبوک اکبری رو نگاه کنید، عکسایی که میذاره. من اگر واقعا از روز اول این عکس ها رو میتونستم نگه دارم، به نظرم یه آلبوم، یه چی بگم، آرشیو، یه بایگانی خیلی قشنگ و خوب داشتم. امروز یه فیلمی رو گذاشتم بهتون نشون بدم، اولین ماشینی که میاد تو شیراز. از همون اولین ماشین نگاه کنید، اول جاده نساختن بعدن ماشین بیارن، ماشینه رو آوردن تو این سنگ و ناخاله ها هلش میدن. خب آقا سالای اول صنعت ماشین که نبوده، چند سالی گذشته. بله اینجا ما میبینیم که ماشینای آمریکایی هندلش میزنه، راه میفته میره، میپره بالا، یا چارلی چاپلین دیدیم ماشین هر گلگیریش، ولی چندین سال گذشته بود. تو بدبختی که میخوای ماشین بیاری، بپرس این باید کجا بره، بهت بگن جاده، یه جاده هم درست کن. خیلی ممنون. سال 1303 اگه اشتباه نکنم اولین ماشین اومده شیراز، برید ببینید به چه وزاریاتی. خودم بهتون نشون میدم، ولی راجع به کمک و حمایت و اینها اجازه بدین من دو تا از دوستان چون پیام گذاشتن پیام ها رو بخونیم، جوابی داده باشیم، بعد بریم سراغ به اصطلاح سراغ آقای ابوالفضل بهشتی. خدا رو چی دیدی، شادمان بهشتی شدی. دوستان نگاه کنید، من برای این دوستم احترام قائلم، ولی خب دوست عزیز به جای این که بگی من همونم که میشناسی، والا بلا نمیشناسم، اگرم بشناسم یادم نیست آلمان من با چه کسی صحبت کردم. خب صدای الان آقای اکبری رو کاملا میشناسم، خیلی هم تون صدای قشنگی داره، یه دفعه براتون پیامش پخش میکنم، لهجهش هم که دیگه نگو و نپرس. ولی یه آقای زنگ زده، خودتون گوش بدید، من این میکروفون بیارم اینجا بره به طرف بستر صدای ایشون، با هم گوش کنین. من اینجا می نویسم که حرف ایشون رو قطع نکنم. سلام. اوه نه، این اون خانمی بود که پیغام گذاشته بود، من از ایشون تشکر میکنم، ولی یه پیغام دیگه باید باشه از آلمان 49. خدا آورده، آها اینه. این 50 ثانیه است. جناب سوری ارادتمندم، شما بهتره که یک تلفن واتس اپ بذارید، یک شماره واتس اپ بدید که این شماره واتس اپ تماس با شما مجانیه، بعد من اینا که تماس میگیرن با تلفن معمولی، اون پول اون تلفنی که باید بدن اونو کمک بکنن به برنامه شما. این کار جالبیه برای همه. بنده همون ارادتان قدیمی هم در آلمان یه دفعه با هم صحبت کردیم. قربان شما، پیشنهاد شما شابات چجوری باشه دادم که شما پخش نکردید. خدا حافظ شما. ایشون لطف داره میگه همون ارادتمند قدیمی هم که یک بار با شما صحبت کردم 22 ساله، و من میبینید چند سال اخیر تلفن‌ها رو خیلی کم کردم، یک بار یه نفر با من صحبت کرده، من باید بدونم ایشون کیه. احتمالاً اون بارم اسم و فامیل نگفتم، من اول فکر کردم آقای نیساریه، فکر کردم آقای اکبریه، بعد دیدم نه صداشون به اینا نمیخورد. در هر صورت دوست عزیز، از اینکه هنوزم برنامه رو نگاه میکنید ممنونم، از اینکه پیشنهاد دادید بیشتر ممنونم، ولی من یه سوالی از شما دارم.
وجدانن. یعنی اگر من واتساپ بگیرم بذارم، شما زنگ میزنی با من صحبت میکنی، بعد میگی 5 دقیقه با سوربی صحبت کردم، حالا میرم 5 تا 3 دلار 5 تا 1 دلار میریزم به حسابش، چجوری میخوای بریزی به حساب من؟ سالها پیش این دوست ما همشهریمون آقای حسن خزایی یا خزایی پیشنهاد کرد ما از این شماره تلفنایی که پول میدی به یه شرکتی، شماره ای رو که مینویسن شما تا پول ندی نمیتونی حرف بزنی. حالا یکی میگه دقیقه 6 دلار، یکی میگه دقیقه 20 دلار، یکی میگه دقیقه 3 دلار پول میگیره. آقا یه ما و خورده یه پولی هم دادیم از جیب، یه نفر به اون تلفن زنگ نزد. هر کی زنگ میزد به این تلفنه میگفتم آقا یه ماه من اون شماره رو نوشتم، چرا به این زنگ میزنی؟ میگه برای که اون پول میخواد. خب حالا این واتساپ همین شماره 202-695-2573 رو دوستان امتحان کنید با واتساپ، فکر کنم این شماره واتساپ ما هم باشه. من اصلا از واتساپ استفاده نمی کنم. من فیسبوک، ایمیل، اسکایپ، تلفن. فیسبوک، اسکایپ، ایمیل، تلفن، واتساپ و نمیدونم چند هزار تا هم از این پروگرام ها داریم. خب این یک. ایشون میگه من برای شما یه پیامی گذاشتم شما پخش نکردی، گفتی پادشاه باید چجوری باشه. اولا این سواله برای من خیلی عجیبه، چون سوال احمقانه ای، اگه من پرسیدم خیلی احمق بودم اون زمان که این سوالو پرسیدم. چرا؟ مگه من شاه پرستم که حالا دنبال اینم که ببینم شاه باید چجوری باشه؟ ببینید شما یه شرکتی داری میخوای مدیر استخدام کنی، میای میری یه کتاب برمیداری میخونی که مدیر لایق باید چجوری باشه. یه رستوران داری میخوای آشپز استخدام کنی، میری یک با دوستات صحبت میکنی آقا آشپز خوب باید چگونه باشه. من چرا باید سوال کنم شاه باید چگونه باشه؟ آقا 2500 سال تاریخ نوشته شده، 10000 سال تاریخ نانوشته داریم که این شاه ها اومدن گند زدن به دنیا. یکی یکی کشورهایی که سرشون به تنشون میارزه و فهمیدن و دوزاریشون افتاده، خودشون رو از شر این شاه و ملکه و اینها نجات دادن. 4-5 تا کشور هنوز موندن، اونا هم دارن دست و پا میزنن، ولی زور مافیایی این حکومت های سلطنتیشون زیاده. 2-3 تا هم حکومت نمیدونم مثل کجا اینها هست که پادشاهاش با دوچرخه میان تو خیابون اینها، اونا رو شما ول کن. اون وقت چه پیشنهادی کردی که شاه باید چگونه باشه؟ من به شما جواب ندادم، من به شما پلتفرم ندادم، من به شما اجازه ندادم صحبت کنی. آقا زنگ بزنی به این تنبل آقا رضا پلوی میگفتی شاه باید اینجوری باشه، اگه میگفت بله من اینجوری هستم کمکش میکردی با این پولایی که میخواستی بدی به ما واتساپ میدادی با اون تا بره به ایران. آقا این نکنید این کارا رو، این حرفا چیه؟ شما برو واتساپ درست کن که ما مجانی تماس بگیریم. چرا؟ حالا مثلا دقیقه من نمیدونم از آلمان به اینجا بخوانی زنگ بزنی دقیقه چقدر؟ 3 سنته. آقا ما دقیقه 3 دلار اون موقعی که ساعتی 3-4 دلار در نمیوردیم میدادیم برای تلفن زدن، مینیمم هم 3 دقیقه از اون پول میگرفتن، یعنی 10 دلار باید میدادیم تا زنگ بزنیم سلام خداحافظ، اونا هم گریه کی میای میام حالا هر وقت گل نه فلان. حالا شما من نمیدونم این تماسی که گرفتی کمتر از 1 دقیقه 50 ثانیه چقدر پای شما در اومده که به من میگی برو واتساپ بذار تا من با واتساپ زنگ بزنم، بعد نگاه ساعتم بکنم ببینم چند دقیقه شده، بگم خب 3 دقیقه شد، 3 تا 3 سنت 9 سنت برم به سوربی کمک کنم. یه چیز دیگه براتون بگم، یه دفعه دوستان گفتن آقا همه ایرانی ها تلفن میذارن و فلان اینها چیکار میکنه، چرا شما نمیذاری؟ گفتم والا میذاریم. باشه رفتیم بانک بی بی ان تی بودیم، گفتیم چه شماره بذاریم؟ گفتن اینو میخواد سویفت نمبر، این نمبر، اون نمبر، 3-4 تا شماره نوشتیم. و یه روز یه نفر نوشت که آقا من یه پولی دادم، گفتیم اوکی. اون موقع هم نمیدونم چه خاکی تو سر یورو خورده بود که یورو اومده بود پایین تر از دلار. ما هم خوشحال بلند شدیم رفتیم بانک، اینجا سال تا سال هم بانک نمیره دیگه، آدم همش با دستگاه چیز میکنه. بلند شدیم رفتیم بانک که ببینیم چند دادن. به بانک گفتیم یه پولی از خارج برای ما اومده. آقا هم پاکستانی بود، دوست من بود، هر وقت تمر پستی داشتم بهش میدادم جمع میکرد.
این میگه چی گفت من نفهمیدم. آقا شما فهمیدی؟ دارم الان توضیح میدم. خلاصه آقایه گفت که خندید، گفت مستر سوربی یه نفر برای شما 16 دلار فرستاده، پولی که فرستادن تو تبدیل شده 16 دلار، بانک ما شما را 18 دلار چارج میکنه که این پول به حساب ریخته شده برای وایر ترانسفر، 2 دلار هم ما بدهکار شدیم. دلم برای خودم یه انقدری سوخت، قد 2 دلار، ولی دلم برای اون بنده خدا سوخت که رفته بانک با یه نیت خوبی پول داده، پولم به دست ما رسید. میگه تماس از آلمان با آمریکا واقعا ارزون و در حد هیچ هست. ببین آقا، این آقای اکبری نوشته، دوست عزیزی که شما منو میشناسی، همونی هستم که بهت ارادت دارم. من نمیدونم، من اگه بگم آقا اسم من حسن علی خسرو شاهیه، این چقدر طول میکشه تا این بگم آقا تو که دیگه منو میشناسی، حالا ما رو سر کار گذاشتی، یا آقا من همون ارادتمندم. آقا خانم یاد بگیریم. سلام، من سوربی هستم، زنگ زدم به شما بگم که این توضیحی هم بدم، شماره تلفن من اینه. حالا چون ممکنه یکی هم زنگ زد دیگه، نمیخواد بگی شماره تلفنمو دو بار بگم، والا من پیغام میذارم این ور اونور کمتر از یه دقیقه، هدفم رو از تلفن کردن میگم، اسمم رو میگم، شماره تلفنم رو میگم، اسم و شماره تلفن رو دو بار میگم کمتر از یه دقیقه. حالا میخواین امتحان کنین، براتون یه تایمر بذارم اینجا. یه بار من شعر عادی خورسندی، اونی که گفت ای وای بر من که جمعه هام شد یه شم سانده و آبم شد واتر و نونم شد برد، شاهین اینو اگر نخوندی تا حالا پیداش کن بخون، توی برنامه خوبه. ای وای بر من که جمعه هام شد سانده، نمیدونم چیم شد سلامم شد هلو، این شعر خیلی قشنگیه. اینو من تو کمتر از 2 دقیقه خوندم، چون اون وقتا دوستان بیننده نق میزدن که آقا این پیامگیر شما 2 دقیقه کافی نیست، حالا 3 دقیقه، ولی برای 2-3 سنت در دقیقه طرف 50 ثانیه صحبت کرده، بعدم میگه شما این کارو بکن، و ضمناً یه دفعه راجع به شاه صحبت کردم شما پیام پخش نکردی. خیلی ممنون. چقدر میخندی غلام رضایی، اگه خانمت بفهمه اینقدر تا از برنامه‌های من میخندی به من حسودیش میشه، میگه چجوری وقتی اینجا نشستی مثل زهر ماری، ولی وقتی با سوربی داری هر رو پر میکنی اینقدر میخندی. چند روز پیش با یه دوستی صحبت میکردم، خانمش آمد گفت که آقای سوربی شما اینو نجات دادی از کار کردن. بهش گفتم والا ببخشید، ما هر وقت یه سوالی داریم زنگ میزنیم و فلان اینا، ولی ایشون هم خوش بیانه هم تاریخ شفاهی صحبت میکنه. گوها این دنبال یه بهانه میگرده که از کار خونه و کار باغچه و اینا در بره، شما که میای 2 ساعتی باید حرف میزنه. شاهین مواظب باش، بهت اخطار دادم، 2-3 تا اخطار امروز صبح بهت دادم. یکی، نامه ها رو میخونی زود، تا آخر نمیخونی جواب نمیدی. نامه ها رو وقت الان دیدی من پیام اینو پخش کردم، این زیر برای خودم یادداشت نوشتم، یه قلم کاغذ بردار وقتی مینویسی که آقا سوربی نوشته اینجا اینجوری، اونم جواب بده. آیا بلدی اپ درست کنی یا نه جواب بده. دست از لطف کرده بود، بعدش زحمت کشته بود رفته بود، ولی گفته بود برای اپ پول میخوان. بله بعضی جاها 100 دلار میگیرن، این هندی مندی ها رو پیدا کنی 30 دلار 50 دلار، ولی اصلا لازم ندارید. دوستان هر تلفنی که دارید از هر چی بگم وبسایت برید رو صفحه مردم tv.com، به مجردی که مردم tv.com باز شد اون وقت شما نگاه کنید. الان من میام اینجا، این مردم تیوی که باز میشه، این پایین این علامت بفرست، ارسال کن از باکس شما، از تلفن شما بره خارج، میفرستی برای دوستات، میتونی بفرستی برای صفحه خودت، میتونی بذاری. بهتون بگم آپشن های مختلفی هم داره، یکیش این هست که add to home screen، add to reading list، add to bookmark، add to favorite، find a page و الی آخر. اینم این چندین بار من قبلا اینو گفته بودم و برام جالب بود که شاهین تا امروز نشنیده بود و امروز به اصطلاح متوجه شد. خب دوستان عزیز، بذارید که چند دقیقه دیگه مونده، 3-4 دقیقه دیگه مونده این یه پیام دیگر هم پخش کنم. در هر صورت با همه این نقنقایی که کردم، دوست عزیز از آلمان زنگ زدی 49 بعد 61 فرانکفورت بود، یادم رفته اینا رو، ممنونم از شما و امیدوارم این بار بعد این همه سال که با هم ارادت داریم یه حمایت درست حسابی انجام بدیم.
آقای عباس سعیدی پیامش رو شنیدیم. آقای سعیدی شما میگی معمولا جواب نمیدی، خودت متوجه شدی چند بار من به شما زنگ زدم شما هم جواب نمیدی و پیام میذاریم برای هم؟ خب همینه، شما زنگ میزنیم من برنامه دارم جواب نمیدم، من زنگ میزنم شما داری با داداشت غیبت سربی رو میکنی، شما خوبیشو میگی اون بدیشو میگه، من پیام میذارم شما لطف کنید دوباره زنگ میزنید، از پیامگیر استفاده کنید. مثل این احمقی که الان شمارهشو میگم، شما اگه خواستید زنگ بزنید ولی ولش کنید، حیف وقت که تلف بشه برای این احمق ها. و یه شماره تلفن دیگه داریم از 619 است. این یه پیامیه که شاید مشکل از 626، شاید شما هم یه همچین سوالی داشته باشید. 43 ثانیه. سلام آقای سربی عزیز، من یه سوالی خدمت شما دارم، اینه که ایرانیایی که از این نهادهای امریکا بازنشسته شدند و حقوق ماهانشون در حساب بانکشون وارد میشه و اینا خودشون در ایران زندگی میکنند، چگونه دسترسی به این حساب و پولشون دارن؟ خیلی ممنون و متشکرم از برنامه های خوب و بقیه کارهای خوب شما. خدا حافظ. خیلی ممنون. بقیه کارهای خوب ما که در زندگی شما تأثیری نداره، امیدواریم همین برنامه ها اگر فکر میکنی خوبه حمایت کنیم، مخصوصا که شما از آمریکا زنگ میزنید. دوما من بارها گفتم دوستان، اینو یه بار دیگه میگم، تو رو خدا هر کی اومد نشست جلو یه دوربین 70-80 دلاری، 8000 دلاری، 100 دلاری، فکر نکنید این دایره المعارف همه چی میدونه. هرچی هم اونا میخوان قمپوز در کنن. شما برای سوالاتی که اینجوری مهمه که پولمو کجا بذارم، پولمو چجوری بگیرم، 100 دلار بدید به یه نفر، ازش مشورت بگیرید، از یکی که اعتماد بهش دارید مشورت بگیرید. و من بهتون بگم راجع به این پولایی که شما میگی، منظورتون اگر اداره بازنشستگی آمریکا هست که بهش میگن، اونجاست توی آلمان گفتن سوشال امت، اینجا میگن سوشال سیکیوریتی یا سوشال سرویسز، اگر این هست، من چون تو آمریکا هر وقت کار کردم برای خودم کار کردم و به اشتباه به من یاد داده بودن که فعلا مالیات نده، فقط همون سالی 4 تا واحد رو مالیات بده و اینها، که بدم نبود، یه پول تو دست خودمون بود، حقوق آنچنانی ندارم امروز که بازنشسته شدم، یه حقوق خیلی کم که اصلا آدم خجالت میکشه بگه. و این رو خب من هیچ وقت نمیخوام از اینجا به جای دیگه ببرم، به ایران ببرم، به نمیدونم ترکیه ببرم، به اروپا ببرم، به مکزیک ببرم، نمیدونم. ولی شما اگر سوال میکنید از دو، اگر کار کردید برای یه شرکت آمریکایی، پنشن دارین، ریتایرمنت دارین، سوشال سکیوریتی دارید و اینها، به یه کسایی که وارد هستن، ایرانی ها هستن، خیلی هاشون رشته شون اینه که مشورت بدن، مشاوره کنن با شما. و من این سوالی که شما کردید نمیدونم، چون شما هم دقیقا توضیح ندادید، حتی اگه گفته بودید دقیقا که آقا من برای یه شرکت کار کردم اینجاست، ما اینقدر حقوق میگیرم، میخوام چجوری بفرستمش فلانجام، نمیدونم. و توی پول فرستادن به ایران و اینها هم مواظب باشید اون تحریم ها یقتون رو نگیره. امروز دیدم یه نفر نوشته بود من 5000 دلار میخوام بفرستم ایران، کسی هست به من اینجا به اصطلاح دلار بده، من اینجا بهش دلار بدم، این تو ایران 20 دلار 25000. یعنی کی نوشته آقا این کارا رو که میکنی میان میگیرنتون، خیلی مواظب باشید، خیلی مواظب باشید، الکی خودتون رو به دردسر نندازید. و اما من توی برنامه ها معمولا 2-3 فیلم اگه طی هفته میبینم میام به دوستان میگم، متاسفانه یا خوشبختانه دوستان حالا یا میرن تماشا میکنن یا نمیکنن، هیچ کم پیامی چیزی نمیذاره. شاید این کار رو از هفته آینده به کل تعطیل کنم، انجام ندم. ولی چون یه فیلمی دیدم ایرانی خیلی برای من جالب بود، او یه دقیقه گذشت، به یک کارگر ساده نیازمندیم، این فیلم رو پیدا کنید نگاه کنید، خیلی جالبه که ما ایرانی ها چگونه حتی از خودمون ملت از همدیگه سوء استفاده میکنه. بریم سراغ آقای ابوالفضل بهشتی، شاید ما هم بهشتی شویم. این صدای خوبه. خب
whom you're trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the beep. آقای بهشتی سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. ساعت 3:02 روز جمعه است. متاسفانه اسکایپتون جواب نمیده، احتمالاً روی دستگاه دیگه اسکایپتون روشن است. لطف کنید اونا رو خاموش کنید، همین جایی که قبلا صحبت کردیم با هم تماس بگیریم. سوربی از تلویزیون مردم، شماره تلفنم هست 202-695-2573. اسکایپ رو هم داریم، الان ایشون تماس گرفت. مرسی. فکر کردم از یه جای دیگه، از یه دستگاه دیگه تماس میگیرن. آقای بهشتی با ما هستید شما؟ من صدای شما رو دارم ولی تصویر شما رو. تصویر ما مستقیم میره توی کامپیوتر، ما به مجردی که تصویر شما رو بگیریم تصویر شما رو میدیم به کامپیوتر، بعد دوتامون در کامپیوتر ملاقات میکنیم. شما لطف کنید تصویرتون رو به ما بدید که نداریم اینجا. من اینجا تصویر خودم رو دارم، یعنی میبینم. نه اینجا مال ما نمیاد. و این چیه، تلفن دستیه، آیپد چیه؟ اون قبلیه خوب بود، اون کامپیوتر دستی، این پیسه دستی منه، کامپیوتر دستی. من قطع میکنم، شاید چون من رو خط اونوری با شما تماس گرفتم دوتاش روشنه. قطع میکنم، شما لطف کنید دوباره زنگ بزنید، این بار امیدوارم تصویر داشته باشه. ببخشید دوستان یادتون باشه این اسکایپ و اینها، وقتی شما میگی میخوای رو همه دستگاهات وصل کنم، شما میگی بله. بدترین اشتباه همینه، اون وقت همه سیستمتون میریزه به هم. یکی که زنگ میزنه همشون با هم زنگ میزنن، هر کدومش بله به 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 آقا دیگه من ساکن میشم. بله شما یکم یا سر دوربینو بیارید پایین تر یا خودتون، که اون چراغه تو سقف پیدا نباشه. شما خودتون چراغ هستید. برای همین خوب شد. بله 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 بله، راحت بنشینید و الان عالیه، بسیار عالی. بله اجازه بدین که من تصویر شما رو بدم به کامپیوتر رو با هم باشیم. آقای بهشتی، من به دوستان در برنامه گفتم سال هاست که من شما رو میشناسم، گهگاهی این به اصطلاح شانس رو داشتم که با شما صحبت کنم، ولی هیچ وقت فرصت پیش نیومده که بتونیم راجع به ایران، ایرانی، این اوضاع جهان با هم صحبتی داشته باشیم. شما یکی از اون چهره‌هایی هستید که خیلی بحث‌انگیزه، بعضیا حتی به شما حمله میکنن که مثلا شما چرا باور داری نیروی اتمی و نمیدونم اینو اونو ما باید داشته باشیم. من ساکت میشم یه مقداری برای اونایی که ممکنه تا امروز آقای ابوالفضل بهشتی رو نشناخته باشن، یه بیوگرافی، یک زندگی نامه کوتاهی از خودتون بگید، بعدم اوضاع ایران و جهان رو امروز چگونه میبینید. همینجا هم از شما قول میگیرم که در برنامه‌های آینده ما بیشتر شما رو داشته باشیم. حالا هفته یه بار نه، دو هفته یه بار نه، ماهی یک بار. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. بنده درود میخواستم به شما و شنوندگان و بینندگان عزیزی که ما را همراهی میکنن. همونطوری که خدمتون من یادآوری شدم هفته پیش، نخستین باریست که من با یک شبکه تلویزیونی پارسی زبان یه مصاحبه دارم و اون شاخص مصاحبه من هم این بود که بسیار اهمیت داره برای من، که شما برادر گرامیتون رو، این گروه تبهکار منافقین مجاهدین رو ترور کرد. این برای من بسیار مهمه، یعنی یک شاخص مهمه که با شما به عنوان یک دوست این گفتگو رو داریم. این نخواست. حالا من خودم رو یک زندگی نامه چکیده‌ای رو خدمتون عرض میکنم. از نظر آکادمیک من رشته اصلی مهندسی مکانیکه، بعد دو کارشناسی ارشد که مدیریت استراتژیک و کارشناسی دیگه هم
جامعه شناسی و تکنولوژی برتر، تکنولوژی فناوری مدرن. دکترا هم در زمینه روابط بین الملل که عنوان دکترام در زمینه دریای خزر هستش. این چکیده‌ای که چندین سال در دبیرستان‌ها و کالج‌های اروپا، به ویژه کشوری که الان بین بلژیک و فرانسه در رفت آمدم کار کردم، درخواست کردم، بعد هم وارد دانشگاه شدم، دانشگاه‌های گوناگونی در فرانسه، از جمله دانشگاه پاریس جنوبی که دانشگاه شماره 11 نام داره و تقریبا 25 سال هم هست به عنوان کارشناس قضایی کار میکنم. 20 سال هم هست که به عنوان عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا در بروکسل ارتباط دارم، کار میکنم. دفترمون خانه مردم اروپا هستش و درست در منطقه اتحادیه اروپا که بیشتر تلاشم کارهام اینه که با خانه مردم اروپا به عنوان مشاور کار بکنم و مشخصه که همه اینها برای منافع ملی کشورم هست، خواهد بود و امیدوارم که بتونیم این مسائل و مشکلات کشورم رو در هر رده‌ای هستیم بتونیم انشاءالله بتونیم کمک بکنیم در هر زمینه ای هست که راه کشان جاده شد. این چکیده ایه که من خدمتون عرض کردم. خب شبکه هایی دیگه حالا اسم نمیارم، خیلی هم معروف هم. خب از من خواستم که عنوان گفتگو رو خود من انتخاب بکنم، گزینش بکنم و ولی هرگز نپذیرفتم. شبکه بیگانه با پشتیبانی بیگانه برای من یک دستگاه نیست که بتونم بخوام استفاده کنم، چون اگر هم بخوام گفتگو داشته باشم با تمام امکاناتی که در اختیار من گذاشتن و خواهند گذاشت یک مشروعیت به اینها میدم. حالا یه عده هستن میخوان اون کاربران اجتماعیشون رو ببرن بالا، یه عده هم هستن مصاحبه با این شبکه ها در ایران مورد احترام و پذیرش قرار میگیرن، ولی برای من اصلا اینها مطرح نیست. مطرح مهم این است که بتونم به کشورم خدمت بکنم و اون انتقاداتی که باید داشته باشم در هر سطحی خواهم داشت، در هر سطحی، و تجربه‌ای که در اتحادیه اروپا دارم خیلی متوجه شدم که دوستان و دشمنان ایران کی هستند، کشورهایی هستند و ما چطور میتونیم از این تمام دشمنهایی که داریم مثل آمریکا، فرانسه و انگلیس که این بلاها رو به سر ما درآوردن بتونیم با شما گفتگو داشته باشم. نخستین شبکه‌ای هستید که من، البته شبکه ایران هم این گفتگو رو داشتم، ولی اینجا میخوام بازتر بکنم. چطور به اینجا رسیدیم؟ خانواده من و پدر من در 15 سال پیش این دید رو داشتن که امروز چه خواهد بود و چه خواهد گذشت، و علاقه مندم که آن چیزی در خانواده ما گذشته 15 سال پیش از انقلاب این رو برای دوستان، شنوندگان و بینندگان این رو تشریح بکنم. یک تجربه بسیار مهمی است، یک خاطره خانوادگی است
فکر میکنم که کسانی که میشنون به طور خصوصی یا عمومی براشون جالبه شنیدن این تجربه‌ای که خانواده من دارن به ویژه پدرم. آقای بهشتی من عوض میخوام، شما میگید 15 سال قبل از انقلاب، یعنی میشه سال 1342. سال 1342 خیلی معروفه به خاطر 15 خردادش، حتی در اون روز خلیل سوربی در شیراز کشته شد که همه فکر کردن برادر منه. چون شما صحبت از برادر من کردید ممنونم، تشکر میکنم، ولی بذارید یه چیز رو توضیح بدم. اون داداش من که کشته شده در سنندج که از من کوچکتر بوده، رحیم سوربی، توی آلمان به من گفتن که مجاهدا کشتنش اون موقع. خود من حتی فکر این بودم که برم به اصطلاح به انتقام و اینها، بعد با خودم فکر کردم خب این دایره کشت و کشتار رو ما اگه بخوایم ادامه بدیم به اصطلاح زندگی رو که یه خط صاف باید باشه عوض میکنیم و هیچ فایده ای نداره. بعدن اینجا من با وجودی که مجاهدین توی لیست تروریست ها بودن، چون چند تاشون با من دوست بودن و صحبت کردن و اینها به من گفتن که نه، اونجا شبها دست پاسدارا بوده و دست کردها بوده و اینها. و حقیقتش اینه که من چون 100% مطمئن نیستم، اون قضاوت رو میسپاریم به تاریخ و اگر طبیعت و خدایی هر که هست اون باشه. ولی منی که شما اینجا عنوان کردید که حتی یک همچین چیزی شنیده بودم در رابطه با داداش من که سرباز ژاندارمری بوده، 23 ماه و 28 روز خدمت کرده بوده، رفته که بیاد شیراز، دوشم گرفته بیاد، افسرش بهش میگه حالا این سربازهای جدید رو ببر پاسگاه، چون یکی از اینا که قرار بوده رانندگی کنه بلد نیست و فلان، اینا میرن و همه اینا کشته میشن. من میخواستم این نکته رو بگم که خدای نکرده ما اینجا از کسی سوء استفاده نکرده باشیم یا از کسی به اصطلاح بدی نگفته باشیم بدون اینکه مطمئن باشیم. این یک. بعد راجع به قبل از انقلاب شما داستانی برای من تعریف کردید، داستان که نه حقیقتیه چون شما را قبول دارم، و من رو یاد نامه انداخت که 3 نفر از افراد معروف سیاسی به شاه نوشته بودند و شاه چون اون کارها را انجام نداد حکومتش از بین رفت. ولی گویا خانواده شما مخصوصا پدر شما هم یه همچین عملی انجام داده. اگه لطف کنید امروز در این مورد صحبت کنید، چون امروز ساعت 3:30 با آقای امیرحسین لادن خواهیم بود، ولی من یه برنامه میخوام از شما که حداقل 90 دقیقه تا 2 ساعت فقط با ما باشید که دوستان هم بتونن بعد از صحبتهای شما سوالاتشون رو مطرح کنن و شما هم لطف کنید پاسخ بدید. یک بار دیگه از این که ما رو انقدر قبول داشتید که حاضر شدید با همون مصاحبه کنید و قبول دارید که ما به جای وابسته نیستیم ازتون تشکر میکنم و با ساکت میشم تا شما با بینندگان صحبت کنید. بفرمایید. سپاسگزارم آقای جناب آقای پارسا سوربی. ببینید وضعیت خانوادگی ما این بود که پدرم، ما زادگاهمون خمینی هستش و درست خونه خود ما و پدر بزرگم استاد مکتبی آقای خمینی بودن، خدا رحمتش، و تا 16 سالگی پدر بزرگم زیر نظر پدر بزرگم ایشون آموزش دیدن، خط نویسی زیبای آقای خمینی و شعرهایی که یاد گرفتن، چون پدر بزرگ که ما هم خانواده ما معمولا خطمون بد نیست، از پدر بزرگ یاد گرفتن و دیدن استعداد خوبی دارن و ایشون رو ظرفیت ایشون رو متوجه شدن و ایشون رفتن به عراق، حوزه علمیه عراق که آیت الله های شیرازی ایش تأسیس کرد. و پدر من در 19 سالگی به تهران میرن، زمانی که سرباز بودن چون به هر حال سواد مناسبی داشتم، دفتر آقای دکتر مصدق ایشون رو فرا میخونن و اونجا به عنوان منشی آقای دکتر مصدق میشن. بعد از 1 سال شایستگی خودشون نشون میدن و تو این سن رئیس دارایی شمیران میشن. پدرم یادمه، مادرم میگفتن خونه ما در دزارشی بوده، دزارشی بالا
کسانی که با شمیران آشنا هستن مطمئنن محله رو میشناسن کجا هست و چیزها. بخشی از خانواده ما، حالا خانواده ما نزدیکی حالا آکادمیکی با خانواده آقای خمینی داشتیم، از جمله مرحوم آیت الله پسندیده و برادر ایشون آقای هندی که وکیل بودن خدا رحمتشون کنه، دوست، یعنی نه تنها ما پدرم دوستی با ایشون داشتن با این بزرگان، بلکه یک نوع ارتباطات خویشاوندی هم داریم. بحثی که خانواده ما آن در یک هستش اینه که ما دوستان پدرم در یک زمان خاصی، اینها در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی خدا رحمتشون کنه، این مقامات خوبی گرفته بودن، بسیار در سطح رئیس دفتر شده بودن. این آقای صارمی مدیر کل دفتر پادشاه ایران بود و آقای معینیان دوستان دوست صمیمی آقای صارمی بودند که اینها از رادیو تلویزیون ایران مسئولان بلندپایه‌ای بودند، آمدند و پادشاه ایران، شاه ایران خواست که به طور اعتباری که پیدا کرده بودن، اعتمادی که اینا داشتن و کارهای خوبی کرده بودن، آمدن در دفتر شاه فقید و آقای معینیان، دکتر معینیان رئیس دفتر شد. آقای صارمی هم ایشون اصلیتشون خمینی هستش، مدیر کل آقای معینیان شدن. خب شما میبینید یک رئیس دفتر یک بلندپایه ترین مقام ایران، اونم شاه محمد رضا شاه پهلوی، به تو ساده نیست، حتی اهمیتش بالاتر از دربار هست، آقای علم بوده، یا اینکه وزیر یک کشوری باشه یا وزارتخونه‌های دیگه، اهمیتش بسیار بالاست، چون به هر حال در تمام زندگی خصوصی و عمومی شاه و پادشاه اینها رصد داشتن یا ارتباط داشتن. ارتباطات شاه وسیله آقای معینیان انجام میگرفت و این دوستی پدرم از کودکی بوده و تا اینکه آقای صارمی چون از خانواده بسیار معتبری بودن و تحصیل کرده، تا این سطح از توانمندی رسیدن و شدن رفتن در دفتر پادشاه ایران و شروع کردن به کار. این درست همون پیش از حوادث، پس از حوادث خرداد روی داده، 42 حوادث غم‌انگیز خرداد. پدرم اون زمان نگرانی‌های خودش رو نسبت به این که چه وضعی در آینده دچار خواهد شد، یعنی اون شرایط جهانی ایران رو داره میبره، منطقه رو به یک ناکجا آباد، این رو میدید. با تجربه‌ای که دفتر دوستر دکتر مصدق داشت، بعد هم حوادث دیگری که پیش اومد، تلاش داشت که این موضوع را، پس از این که آقای خمینی شون خرداد 42 اون مسائل پیش اومد، اون کشتار پیش اومد، این کانال هایی که 42 به وجود آورده بود، دشمنان خارجی به ویژه آمریکا، فرانسه و انگلیس به یک طور این تنش رو به وجود آورده بودن و زندانی شدن آقای خمینی به عنوان مرجع نفوذ داره در توده مردم و پس از این که ایشون از زندان آمد بیرون و تبعید شد به نجف، این هشدار رو از طریق آقای صارمی که مدیر کل دفتر پادشاه ایران بود به شاه می دادم که این کارت بسیار اشتباه بوده، شما یه عاقبت بدی خواهی داشت از این مسئله، و آقای معینیان هم به پادشاه می رسید، پادشاه ایران. پادشاه ایران اون زمان نفت
یک کالای استراتژیک بسیار اهمیتی شده بود. شاه عقاب اوپک نام گرفته بود. خب سپاه دانش به وجود آورد، سپاه‌های ترویج آبادانی، این چیزها خواست یک تغییر و تحولی در ایران ایجاد. و خب متوجه شد که خطری از برون تهدید کشور رو تهدید میکنه، منطقه رو تهدید میکنه و کارهایی هم که کرده، یک نوع میخواست از آقای خمینی و مراجع تقلید. شما میبینید شاه موقعی که به قم میرفت با هلیکوپتر که میرفت در یه منطقه از قم پیاده میشد و پیاده میرفت در بیت آیت الله بزرگ بروجرد. اینقدر که مراجع احترام میذاشت. حتی عکسی رو برای من فرستادن هفته 3-4 روز پیش که ایشون در شاهی چراغ مراجع بزرگی ایشون رو همراهی میکردن. خب یک نوع چیز هم داشت، اعتقاد هم داشت به شیعه، به 12 امام، همین محمد رضا گذاشتن، رضا گذاشتن خود پسرشون رضا، اینها یک نوع خانمشون خانم فرح پهلوی از سادات هم، نمیدونم شما این رو میدونید یا نه، از سادات هم. و ایشون به هر حال متقاعد شد که این کار بسیار درستی که آقای خمینی رو یک مرجع رو به زندان انداخته. و اون شاه عقاب و اوپک نام گرفتن و چشم آبی ها رو گفتن که اینها نمیذاریم دیگه شما برکی منطقه و کشور ما تسلط پیدا بکنید، انرژی و اون منطقه یک نگران کننده شده بود برای جهان، به ویژه کشورهای صنعتی. چین به عنوان یک اژدها از خواب بیدار شده بود. شاه با کارهایی کرده بود یک ساختار اجتماعی درست کرده بود و تمام خطاهایی که داشت. خب به اینجا رسیده بود شاه که بله من باید تغییر روش بدم، از آقای خمینی پوزش بخوام که این کار انجام گرفت و یک مصالحه انجام بده. پدر من در این میان نقش داشت با دوستی صمیمی که آقای پسندیده برادر امام داشتن و پیام ها رو به نجف می بردن. همینطور آقای هندی که وکیل بودن این پیام ها رو رد بدل بکنن. عقاب اوپک نام گرفته، مسئله انرژی در این منطقه باید غربی‌ها تسلط پیدا بکنن، چین از اون ور بلند شده اژدهاش و احساس کردن با این روشی که شاه پیش گرفته این شیر ایرانی هم داره از خواب بلند میشه. خب یه نیروی تمدن ساز مثل ایران و چین میخوان از خواب بلند بشن، غرب تسلطش رو بر جهان داره، به ویژه سه کشور استعماری آمریکا، حالا فرانسه و انگلیس، اسرائیل رو بردن اونجا بعد از فروپاشی عثمانی گذاشتن وسط منطقه، باید به نمایندگی غربی ها اون منطقه رو زیر نفوذ قرار بده، اورشلیم یا قدس رو تحت تسلط غربی ها باشه، یعنی اسرائیل این وکالت رو داره. توی این رد و بدل ها که انجام میگرفت که آقای خمینی حتی در کتاب کشف الاسرار هم گفتن ما نسبت به پادشاه ایران احترام میذاریم، میخواییم مصالحه انجام بگیره. اینهایی که میگن آقای خمینی این انقلابی بود نمیشناسن خانواده آقای خمینی. آقای خمینی یک مصلح. حالا اینجا دستگاه های اطلاعاتی غرب متوجه این ماجرا شدن که بله این ارتباطات انجام میگیره، هم در نجف، حوزه نجف آدم داشتن انگلیسی ها مثل الان، فرانسوی ها و آمریکایی ها، در حوزه های علمیه ما هم در ایران دارن و داشتن. شاه هم از یک طرف یک نوع این انگلیسی ها و آمریکایی ها و فرانسوی ها، یعنی سفارت آمریکا دیگه باید شاه دستور میگرفت یا سفارت آمریکا باید چه کار کنه. خب این برخلاف میل شاه بود، بالاخره پدرش کار خوبی کرد، اشتباه هم کرد با آقای مدرس، مرحوم مدرس،
ولی انسان‌ها در حال تغییر و تحولند. شاه برای اینکه این نیت خودش رو نشون بده بسیار مهمه. شاید میلیون‌ها نشناسند آقای سید عباس پیراسته، ایشون زادگاه عراق داره، ایشون رو وزیر کشور کرد. فعلا هفته پیش در یک ماه پیش هم گفتم خدایا شاید اسم آیه دکتر سید عباس پیراسته رو توی این شبکه‌های اجتماعی یا اینترنت ببینم. اتفاقا دیدم، حالا از نزدیکانش یا کسانی که ایشون رو میشناختن، یک ویکی‌پدیای به زبان پارسی یا انگلیسی داره. اتفاقا بعد یادم رفت ایشون زادگاهش در عراق هستش. حالا مهم اینه که آقای دکتر پیراسته چه بود؟ آقای دکتر پیراسته از نزدیکان خانم امام خمینی بودن، آقای خمینی، خانم ایران خانم. یعنی ایشون میخواست صمیمیت خودش رو و اشتباه کاری هایی که کرده اینها رو به یک نوع تغییر بده به دوستی و ارتباط با آقای خمینی به عنوان یک نوع صلح و آشتی. آقای بهشتی، من از شما واقعا پوزش میخوام. شما وقتی که میگید آقای خمینی انقلاب، اولا اون توضیحی که شما دادید برای افرادی که فکر میکنن خمینی، آقای خمینی هندی بوده، اون توضیح کافی بود. یک، وقتی میگید آقای خمینی انقلابی نبود، مصلح بود، این منظورتون مصلح با ساد هست، یعنی دنبال صلح و اینها؟ بله بله، این نتیجه میخوام بگیرم. بله. نتیجه میبینید، میگر گذشته چراغ راه آینده است. دقیقاً. یعنی این رو تا اینجا میخوام برسیم چه بلایی به سر ما در اومده. ببینیم، از یک طرف انگلیسی ها، آخوندهای انگلیسی به نام مرجع، اینا به سه دارن در لندن، الان هم خیلی اونجا کار میکنن، یک طوری آقای خمینی رو تحت تاثیر قرار میدادن، خبرهایی میرسوندن، شاه نمیدونم رفته فلان چه کارهایی داره میکنه. از یک طرف هم شاه رو تحت تاثیر قرار میدادن. این گزینشی که آقای خمینی، شما کشف الاسرار رو خوندی؟ کتاب آقای خمینی رو نخوندم متاسفانه. بله اینو حتما بخونید. چشم. اتفاقا من این رو از آقای علی امینی شنیدم و دیدم درست هم است. ایشون گفت در یک بخشی از کتاب ایشون که ما به پادشاهی ایران، پادشاه یک واژه بسیار با ارزش ایرانی است، پادشاه احترام میذاریم، فقط هدف ما اینه که بیایم صلح و با مصالحه اون چیزهایی که در ایران میگذره و خیلی هم غرق زدگی است و خیلی با نسبت به مدرنیسم ایران ارتباطی نداره، اینها رو در یه جامعه مسلمان ایرانی اینها رو از بین ببریم. یک نوع قانون اساسی که شما هم پادشاه باشید. حتی آقای خمینی گاه گاه پیام میفرستاد شما 24 ساعت سلطنت میکنید، 2 ساعت هم به ما بدید. آقای بهشتی عذر میخوام از شما، من چون با آقای امیرحسین لادن هر دو هفته ای ساعت 3:30 قرار داریم، اگر اجازه بدید بحث امروز رو تا همین که با شما آشنا شدن بینندگان به اصطلاح به پایان برسونیم، ولی همینجا ازتون قول بگیرم که یه برنامه جانانه حداقل 90 دقیقه یا 2 ساعت با شما داشته باشیم همین هفته آینده، نبذاریم. من ممنونم از شما و این توضیحی که دادید. بله خمینی، آقای خمینی چندین بار به شاه گفته بود من شما رو نصیحت میکنم و آفرید. توی برنامه‌ای که اونها رو من شنیده بودم، ضمناً آقای طهمورث زمانی میپرسن که ایشون رو از کجا پیدا کردی؟ این دوستان یه مقداری وقتی یه نفر میاد حقیقت رو میگه از دو طرف، من دیدم شما خیلی هم با آقای خمینی احترام میذارید، هم به شاه احترام میذارید، هم به پدر شاه احترام میذارید، هم به آقای به خانم فرع احترام میذارید، این دوستان نمیتونن تحمل کنن متاسفانه. به همین خاطر بله من خدمت بله. من به هیچ کس به دشمنم هم احترامی نمی کنم. بله. آن چیزی که و مهمتر از اینه که بحث ما، امیدوارم دوستان شنونده و بیننده، این بحث اصلی من میخوام برسم به جایی که به امروز رسیدیم. بله. اجازه بدین ما امروز رو همینجا
ازتون خداحافظی کنیم. من صفحه لینکدین شما رو نشون دادم، آقای بهشتی روی فیسبوک نیستن. دوستان اگر مایل هستید یا با من تماس بگیرید یا با ایشون روی لینکدین، سوالی اگر دارید مطرح کنید. در برنامه آینده حتما حتما به طور مفصل با ایشون یه گفت و شنود دوستانه خواهیم داشت. آقای بهشتی من از شما ممنونم که دعوت من رو قبول کردید، خیلی ممنون. یکی اضافه میکنم خدمت، توییترم هستم، در توییترم هستم. بله بله. توییترم اونم فعال. لینکش رو روی فیسبوک قرار میدم. مرسی که با ما بودی، خیلی ممنون. خیلی پیش آقای سربی به امید دیدار. مرسی مرسی که با ما بودی. مرسی دوستان عزیز، با آقای دکتر ابوالفضل بهشتی بودیم. ایشون رو میتونید روی گوگل، اسمشون رو گوگل کنید و لینکدین هستن و توییتر. با پوزش از آقای امیر حسین لادن. من امروز فکر کرده بودم که 10-15 دقیقه فقط با چیز آقای بهشتی باشم، ولی به خاطر اون اشکال ارتباطی که پیش آمد اینجوری شد که الان همینجا در حضور شما بینندگان از آقای لادن عذرخواهی میکنم که 2 دقیقه دیر با ایشون تماس گرفتیم، چون ایشون میدونه که من از لحاظ وقت و اینها به اصطلاح خیلی مقرراتی هستم و سعی میکنم که منظم و مرتب باشم. آقای امیر حسین لادن چند مدتی چند وقتی با ما نبودید، ولی خوشحالم که حالا با ما هستید و مثل همیشه به قول آمریکایی ها شارپ و آماده. مقاله دیروزتون رو آقای لادن خوندم. اولا بهتون سلام میکنم، خوش آمد میگم. شما اگر حال احوالی با بینندگان دارید بفرمایید تا من این سوالات رو در رابطه با مقاله دیروزتون مطرح کنم و شما هم پاسخ بدین و ما مثل همیشه یاد بگیریم. سپاسگزارم. درود بر شما جناب صبحی، بر بینندگان تلویزیون مردم، بر هممیهنانمون. منم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. خیلی ممنون. در مقاله دیروزتون در رابطه با آمار جمعیت میلیونرها در ایران نوشته بودید که رشد بی رویه میلیونرها در ایران با رشد بی سابقه فقر و گرسنگی و بی خانمانی و کارتون خوابی رابطه مستقیم دارد. پرسش من از شما اینه که شما این رابطه رو چگونه میبینید و آیا مشکلی با میلیونر شدن اشخاص دارید؟ چون ما میبینیم که الان تو دنیا یک مسابقه هست که دیگه میلیونر و میلیاردر رو اینها باشن همه. چه اشکالی داره اگر تو ایران هم این روش باشه و افرادی میلیونر بشن؟ پرسش بسیار جایی. من بخشی دوم پرسشتون رو اول پاسخ میدم، با اون که چنانچه راجب میلیونر و ثروتمند شدن صحبت میکنیم، چنانچه این ثروتمند شدن، میلیونر شدن نتیجه فکر و تلاش و هوشیاری انسان باشه، یعنی نتیجه صنعت و تولید و نوآوری باشه. برای مثال در صنعت مثل هنری فورد که ماشین فورد به وجود آورد، اتومبیل فورد به وجود آورد. در تولید مثل آقای بیل باورمن که کفش نایکی رو تولید کرد. در نوآوری مثل آقای بیل گیتس که نرم افزار مایکروسافت رو درست کرد. کسی نمیتونه مشکلی با ثروتمند شدن این نوع اشخاص داشته باشه، برای اینکه این محصولات در خدمت مردم، پاسخگوی نیاز مردم یا در جهت سهولت و سرعت کارا بوده. برای مثال نگاه کنیم به هنری فورد. اتومبیل در اوائل قرن بیستم تنها برای اشخاص ثروتمند بود، یعنی که قیمتش خیلی بارا بود، کس نمیتونست بخره. هنری فورد در درجه نخست گفت باید اتومبیلی به وجود بیاره که خریدنش برای اکثر مردم، یعنی طبقه متوسط، امکان پذیر باشه. برای اینکه بتونه این کار رو به ثمر برسونه، یعنی قیمت اتومبیل کاهش بده، اومد یه سیستم مونتاژ سوار کردن قطعات رو به وجود آورد که هزینه تولید رو 50% کاهش داد. این حرکت یه نوآوری، یه دگرگونی انقلابی در صنعت ماشین سازی بود. دوم، این آقای فورد
بر این باور بود که درآمد مردم باید در سطحی باشه که هم زندگیشون رو تأمین کنه هم یه پسندازی داشته باشه. اگه برگردیم به سال 1914، یعنی در حدود 106-107 سال پیش، درآمد روزانه در آمریکا $2.30 بود. فورد اعلام کرد که کارگران و کارمندان کارخانه فورد روزی $5 حقوق دریافت میکنند، یعنی بیشتر از دو برابر حقوق معمول آن زمان. اما برای که بدونیم $5 چه ارزشی داشته اون زمان، معادل با $130 امروز، آقای فورد موقعیت و اوضاع کاری کارگران هم دگرگون کرد. در اون زمان کارگران روزی 10 تا 12 ساعت و هفته 7 روز کار میکرد. فورد ساعت کار رو کرد 8 ساعت و هفته 6 روز. 4 سال بعد این 6 روز هم کاهش داد به 5، یعنی شد روزی 8 ساعت هفته 5 روز. هنری فورد تبدیل شد به یکی از ثروتمندترین و معروفترین شخصیت ها در جهان. خب آیا میشه با ثروتمند شدن چنین شخصی مخالف بود؟ میرسیم به مایکروسافت و نرم افزارش. مایکروسافت هدف و برنامه شو توی سیستمش اعلام میکنه که اینه: توانمند کردن اشخاص و سازمان ها برای دستیابی بهتر و آسانتر به اهدافشان. این بهش میگن میشن استیتمنت یا این هدف و برنامه‌ش. در حال حاضر نرم افزار مایکروسافت تو تمام دنیا حضور و وجود داره و خدمت میکنه. آیا میشه؟ درسته که با میلیونر شدن، میلیاردر شدن بیل گیتس مخالفت کرد. ببینید مشکل زمانیه که، یعنی مشکل منم همینطور با میلیونرها در ایران، مشکل زمانی که صنعت این میلیونرها کلاهبرداریه، تولیدشون فقر و گرسنگیه. این میلیونرهایی که الان در ایران سال گذشته تعدادشون 22% رفته بود. من قصد داشتم یه لیست تهیه کنم از فسادهای مالی جمهوری اسلامی. رجوع کردم به انواع اقسام منابع در ایران و دنیا تا رسیدم به دانشنامه آزادی بگونم نگاه کردم. اصلا باور نکردنیه یک آدم سالم در بین این حکومتگران و دستکاران رژیم پیدا نمیشه. لیست پرونده های میلیاردی، پرونده هایی که هم معمولی رو که اصلا امکان پذیر نیست، ولی لیست پرونده های میلیاردی اینقدر بزرگ و تعدادشون زیاده که آدم گیج میشه. بیش از 110 پرونده و ده ها مورد کلاهبرداری های میلیاردی فقط وجود داره. چند تا موردش ما هم دیگه نگاه میکنیم. مثلا تو دولت روحانی فساد 1000 میلیارد تومانی در وزارت صنعت و میگه که موجودی ارضیه آقازاده ها در ایران، در داخل ایران، موجودی ارزششون بیشتر از ذخایر ارزی کل کشور. ببینید دوزی در جهت دارایی آقازاده ها در بانک های خارجی، آمار جولای 2018، سه سال پیش، 148 میلیارد دلاره. برادر حسن روحانی 31 میلیارد تومان، برادر معاون روحانی جهانگیری 37 میلیارد تومان ارز غیر قانونی از کشور خارج کرد. دولت احمدی نژاد، میبخشید من یکمی وضع سینم ناجوره، قبل از اینکه با شما صحبت کنم داشتم قرص مکیدنی میخوردم. دولت احمدی نژاد که با شعار مبارزه با فساد روی کار اومد، میزان فساد در دوره او به شدت افزایش. معاون اول ریاست جمهوری، یعنی معاون اول احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی محکوم شد. معاون اجرایی احمدی نژاد حمید بقایی محکوم شد. اختلاس 13 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی،
اختلاف 3000 میلیارد تومانی امیر خسروی از شبکه‌های بانکی، اختلاس 100 میلیارد تومانی از شرکت نفت، اختلاس 300 میلیارد تومانی در وزارت نفت، حتی دکل نفتی رو دزدیدن. و در یه رقم دیگه هم هست 3 میلیارد یورو که در اختیار دو تا خانواده گذاشته شد. یه اسنادی هم هست به نام اوراق پاناما که در رابطه با پولشویی بین‌المللی به اوراق پاناما معروف شده. احمدی نژاد یکی از افراد اصلی اون، یعنی یه لیست جداگانه وجود داره برای قاچاق کالا، مواد مخدر، دارو، قاچاق گندم و آرد و شکر. یه لیست وجود داره برای زمین خاری و فروش خاک حاصلخیز کشور به امیرنشینان خلیج. اصلا واقعا شرم‌آوره این همه فساد. منو یاد اون شعر انداخت، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. سپاس گزارم. من ممنونم از شما. شما در بخش هشدار به آخوندها، دست اندرکاران رژیم و شرکا نوشته اید که پرونده هایتان با عکس و مشخصات در حال تکمیل شدن و بروز در آمدن می باشد. سوال ما اینه که آیا شما مدارک رو جمع آوری کرده اید؟ چون می بینیم روی اینترنت الان خیلی هایی میگن شناسایی کنید و این نمیدونم در فلان عملیات بوده و اینها، ولی این چیزی که شما نوشتید برای من جالب بود توی این پاراگراف. بفرمایید. تهیه پرونده های 40 سال دزدی و کلاهبرداری فراگیر که واقعا گیج کننده است نیاز به تیم متخصص و مجهز داره. من این کار رو در یه حد محدود یه پژوهشگر که برای اون چی می نویسه و میخواد ارائه کنه اطلاعات جمع آوری میکنه این کار رو کردم، حالا شاید خود بیشتر از ولی این اشاره که شما کردین به هشدار و آخوندها، اینو باید خیلی به نظر من جدی گرفت و باید دنبال کرد. منظورم هشدار نیست، منظورم انجام این کار. بعد اگه خاطرتون باشه توی یکی از گفتگوهامون در این مورد صحبت کردیم که تیم اسرائیلی ها که دنبال که نازی ها رو شکار میکردن و اون تیم دیگری که داشتن دنبال ثروت‌های دزدی شده یهودیان بودن که پس می‌گرفتن. من پیشنهادم اینه و برنامه‌مون اینه و مدتی داریم روش کار می‌کنیم که همونطور که این شکارچی‌ها، نازی‌ها و عوامل حکومت هیتلر رو در هر جا که بودن گرفتن و به سزای اعمالشون رسوندن، تیم‌های ویژه عدالت ما باید تک تک این زالوزاده ها، آقازاده ها و شرکاشون رو همراه با پرونده های دزدی و کلاهبرداری و خیانت ها تحویل دادگاه بدن. آخوندها و دستارکانان رژیم باید بدونن که ما اجازه نمیدیم ثروت های ملی کشورمون رو که با کلاهبرداری و پایمال کردن حقوق میلیون ها ایرانی به چنگ آوردن از گلوشون پایین بره. اجازه نمیدیم که این اندوخته ها و پسنداز بیوه زنان بازنشستگی سالخوردان میهنمون رو ملاخور کنن. اجازه نباید داد و همشون باید بدونن که تا اعماق جهنم تعقیبشون میکنیم که نه تنها آنچه دزدیدن از حلقومشون بیرون بکشیم، بلکه تردید نداشته باشیم که تک تک شما دزدان رو، شرکا و همراهاتون رو به سزای اعمالتون میرسونه. این تهدید نیست، انتقام جویی هم نیست، ولی برای برقراری عدالت، برای التیام بخشیدن به زخمهای جامعه، برای اعتماد سازی، اطمینان آفرینی بین مردم و برای درس عبرت به دیگرانه. ماکسیم گورکی نویسنده روسی میگه که دزدی ها و کلاهبرداری ها تنها پول و سرمایه های ملی کشور و اندوخته مردم نبوده، برای ما اندوخته مردم ایران، بلکه حق زندگی، حقوق انسانی، دسترنج کار و دستمزد، تحصیلات،
توانایی، اعتبار، آبرو، آینده و آرزوهای مردم بوده که قصد کردید، دزدیدید و نابود کردید. این فاجعه در میهنمون بی‌سابقه است. در دوران گذشته بی خانمان و سرگردان بودن مختص به مجانین، دیوانه ها و معتادین بود. اشخاص به ندرت تا اون درجه از فقر صعود میکردن که آواره بشن و تعدادشون خیلی محدود بود. این پدیده در ایران زمانی به اوجش رسید که خمینی برای برپایی جمهوری اسلامی وعده های پوچ و بیپایه داد و گفت این در دیوم است. دستور دادیم که مسکن ساخته شود. سر تا سر ایران برای زعفا مسکن می سازیم. ما عمل می کنیم. حرف نمی زنیم. گفتیم که برای کارگرها، برای مستضعفین همه خانه بسازند. دلخوش نباشید که فقط مسکن می سازیم. آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند. اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند. اینجا دارم گیومه رو می بندم که این حرفا رو هممون شنیدیم و خوندیم. ببینید، نه تنها همه وعده ها و سخنان خمینی پوچ و بیهوده بود، بلکه درست همه چیز آروم آروم از این به بعد شکل فقر و درماندگی و آوارگی به خودش گرفت. نه تنها مسکنی برای مستمندان ساخته نشد، آب و برق و اتوبوس مجانی نشد، بلکه حقوق مستمندان رو پایمال کردن، جیب‌هاشون رو بریدن و نان و از سر سفره‌شون دزدیدن. پس از برپایی جمهوری اسلامی شکاف طبقاتی روز به روز عمیق‌تر شده. طبقه متوسط مرتب کاهش یافته و کوچکتر و کوچکتر شده تا امروز که فقر و گرسنگی و بی‌خانمانی دو سوم کل جمعیت رو در بر گرفته. در ضمنی که اون 1% بالای جامعه با در دست داشتن تمام اهرم‌های کنترل دارایی‌های کشور رو تصاحب کرده. امروز در ایران کرونا زده مشکل بی‌خانمانی و فاجعه کارتون خوابی و قبر خوابی بیش از پیش خودنمایی میکنه. پیش از انقلاب ما باید عدالت رو در نظر بگیریم. پیش از انقلاب ایران از نظر اقتصادی و مردم از نظر مادی در وضع بهتری بودن. پس از به بیراه کشیده شدن انقلاب و سقوطش به سیاه‌چال فقاهتی، بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی و عدم کارایی آخوندها همه چیزو به باد داد. فقر و درماندگی و کارتون خوابی نتیجه 40 سال دزدی و فساد گسترده جمهوری اسلامیه. زائیده ارجعیت‌های شخصی و سیاست‌های فرقه‌ای و غیر ایرانی رژیمه. این دستگلیه که آخوندها به آب دادن. آخوندها عقب افتاده ترین قشر جامعه. حتی طبقه متوسط که ستون فقرات انقلاب بود نه تنها 70% کاهش یافته، بلکه بخشی از اونا جز بی‌خانمانان و سرگردان شدن. سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما. اگه اجازه بدید امروز بعد از این سوالات دو سه تا سوال هست که دیگران پرسیدن و مطرح کردن، اونها رو هم از شما بپرسم. سوال سوم، خیلی جالبه شما مقالهایی که می‌نویسید هر کدوم از اینها بخش‌هایی که داره یا پاراگراف ها یه اسم جالبی داره. اینجا میتونم بگم در بخش پوست کلفت یا بی تفاوت میپرسید که دیروز با یک کسی از کانادا صحبت میکردم، میگه این ماجراهای بررفتن و اینها اینجوری نیست که وسائل کنه است و بیت کوین دارن میسازن. فکر کردن که ما ایرانیا خیلی بی تفاوت و تنبل هستیم، بلکه به این وسیله میخوان ما رو به حرکت در بیارن. حالا این نظر یکی از دوستان بود، ولی موضوع پاراگراف این نوشته شما این هست که کمبودها و محرومیت‌های مالی، خسارت‌ها و صدمات انسانی هستند که فقر و درماندگی را در میهنمان همگانی کردند. یا ارجحیت منافع شخصی به همه چیز و
همه کس است که شکاف طبقاتی را به اوج رسانده. پرسش من اینه که چنانچه پاسخ شما به این دوتا پرسش مثبت است، چرا و چگونه به اینجا رسیده ایم؟ پرسش خیلی ببینیم، نمیدونم که آیا همه هم تنانمون بینندگان با تا چه اندازه با رانالد ریگان، 40th ریاست جمهور آمریکا و فلسفه اقتصادی او آشنایی داره. ریگان باور داشت که اقتصاد از بالا به پایین میشه که ترشح و نفوذ میکنه و به اسم گفت trickle down economics. این تئوری بر این اساس بود که چنانچه مالیات شرکت‌های بزرگ، مالیات میلیاردرها و میلیون‌ها رو کاهش بدیم، سود ناشی از این حرکت شامل تمام حال جامعه میشه. که البته یک کلک چند صد میلیارد دلاری بود به نفع ثروتمندان آمریکا. ولی این trickle down از یک نظر درسته، نه از نظر اقتصادی. این رسوب میکنه و سود نیست، بلکه مال این trickle down برای رفتار و کردار حکومت و دستندرکاران و بزرگان کشوره. یعنی اون چه که اینا انجام میدن، فکر میکنن، میگن، رفتار میکنن، من اسمش چه گذاشتم؟ پدیده نظام تراوشی. همینجوری میره به تمام جامعه. یعنی چی؟ یعنی فساد، دروغ، دزدی از خامنه‌ای و بیت رهبری که صدر حکومته آغاز میشه به مقامات رده های پایین تر تراوش میکنه. این تراوش تخریبی آرام آرام به قشرهای بعدی و بعدی که برای جمع‌آوری ثروت با هم در رقابتن سرایت میکنه. بدبختی اینجاست که بزرگترین قربانیان این فاجعه کارمندا، آموزگارا، کارگرا و بازنشستگان کشور. امروز بی‌شرمی و بی‌پروایی به جایی رسیده که در روز روشن اندوخته های مردم رو از حساب های بانکیشون میدوزن و به خارج کشور میدن. بی‌پروا، یه زبانزد داریم، میگن شطور رو با بارش میدوزن. جمهوری اسلامی برای ایران یک فاجعه و برای ایرانیان کابوسی دهشتناک بوده. این حکومت محکوم به نیستیه و باید سرنگون بشه. مشکل ما با جمهوری اسلامی تنها خودکامگی و فساد و دزد بودنش نیست، تنها نادیده گرفتن حقوق طبیعی و شهروندی مردم نیست. اونچه مشکلات رو تبدیل به فاجعه کرده وجود خصوصیات و فلسفه آخوندهاست، کسانی که کوچکترین ارزشی برای جان انسان قائل نیستن، چه برسد به حقوق و حق انسانی. مشکل بعدی کابوس دهشتناکی برای ایرانیان بوده اینه که تمام صفات پلید اهریمنی در این قشت جمع شده، شکل گرفته. زندگی این دکانداران شریعت بر پایه ریا، استبداد و نفت پرستی، شرف و گروی منافع شخصی گذاشتن، وجدان و وطن رو قربانی یک بودیگری و فرقه گرایی کردن. از کسانی که شرف و وجدان و وطن نداشته باشن آیا انتظاری جز کابوس میشه داشت؟ جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. ما در اندیشکده آگاهی شناخت بر این باوریم که براندازی باید توسط ملت ایران باشه، نه بیگانه. در چنین شرایطی، یعنی وقتی مردم میخوان براندازی کنن، این براندازی، این سرنگونی باید خشونت پریز باشه. ما ارتش که نده. سرنگونی و خشونت پریز تنها از طریق نافرمانی مدنی امکان پذیره. ما پیشنهاد میکنیم که گام نخست این نافرمانی تعطیل کردن عملی
کار و کسب و مراکز آموزشی برای عبد است. نیاز به یک برنامه ریزی مفصل و دنبال کردن و تکرار کردن و نشان دادن داره. یعنی مردم با برنامه ریزی قبلی یک هفته کار و کسب و آموزش رو تعدیل میکنن و تو خونه ها میمونن. تو خونه بمونین نه ضرب و شتم وجود داره نه دستگیری و زندان. ولی طی این یه هفته اونهایی که توانایی مالی دارن و جوانها باید به اونهایی که نیاز به خوراک یا کمک دارن یاری رسونی کنن. برای انجام موفقیت آمیز این حرکت باید با برنامه ریزی مناسب یک کمپین گسترده در حد جنبش در رأی‌گیری شرکت نکنید، همون جنبشی که رژیم رو برای اولین بار میگن معاون 33 تا 37 درصد از واجد شرایط رأی دادن، حالا رژیم میگه 41-42 درصد، ولی دروغ میگه. با انجام موفقیت آمیز تعطیل کردن یک هفته‌ای مردم به توانایی و قدرت خودشون پی میبرن. در زمینه که این یاری رسانی خوراک رسانی مردم رو با همدیگه آشنا و دلها رو با همدیگه نزدیک میکنه. پی بردن به توانایی باعث دلگرمیه. یاری رسونی و نزدیک شدن مردم امید بخشه. توانمندی و امید دو تا از اون چیزهایی که الان در ایران به شدت کمبود داریم میتونه مهمترین جرقه مورد نیاز باشه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و میتونه کار رژیم رو به پایان برسونه. سپاسگزارم. ممنونم از شما آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور. در پاسخ اون مقاله‌ای که شما نوشتید، ایشون نوشتن: دوست گرامی و عزیز، با عرض سلام و اشاره به باید بدانید که تا اعماق جهنم تعقیبتان خواهیم کرد، نه تنها آنچه دزدیده اید از حلقومتان بیرون میکشیم، بلکه تردید نداشته باشید تک تک شما دزدان، شرکا و همراهاتان به سزای اعمارتان میرسانیم. ایشون نوشتن: من در این مورد با شما هم عقیده نیستم. در گذشته مشاهده کرده ایم هیچ وقت چنین نشد و نخواهد شد. ثروت ها در بانک های خارجی است و به ملت ایران باز نخواهد گشت. شما نظرتون چیه؟ چون یکی از مشورت هایی که با دیکتاتورها میکنن اینه که شما برای که پولاتون شناخته نشه و پیدا نشه با اسمای مستعار، با شرکت های مستعار، شل کامپانی ها، این چیزا، به اصطلاح درست کردن این چیزا، پولاتون رو این ور اونور کنید. بعد خودشون هم میدونن که اگه یه اتفاقی بیفته اونا خودشون از این پولا استفاده میکنن و اون دیکتاتوری هیچ وقت جرئت نمیکنه. مثل که شما بری از من برم از یه دزدی بدوزم، اون دزدی که نمیتونه بگی من به اصطلاح چیزامو دزدیدم. این صحبتی بود که آقای آریانپور نوشته بودن. لطف کنید در این مورد اگه توضیح دارید بفرمایید. یکی هم براتون فرستادم، یه نوشته ای از آقای کامیار شکیبا، فعلا این رو توضیح بدید. میرم شما گلوتون درد میکنه، باور کنید منم قبل از برنامه از این قرصای مکیدنی خوردم، ولی به نظر میرسه اونا هم دیگه کار نمیکنه یا بدنمون عادت کرده به اونا. بله بفرمایید. اولا که سپاسگزارم از این که دریادار آریانپور زمان گذاشتن مقاله رو خوندن و نظرشون ارائه دادن، این باعث دلگرمی. ببینیم، من اتفاقا با ایشون هم عقیده و هم باور در این مورد نیستم. اینی که در گذشته نتونستن فرض کنیم ثروت خاندان پهلوی رو بگیرن و نتونستن همه پولا یا مقداری از پولا رو تحویل بگیرن، این الگویی برای ما نیست. ما به فارسی میگیم هیچ چیز دلیل هیچ چیز نیست. اون برنامه خودشون رو داشتن، حالا اون برنامه چقدر موفق بوده، چقدر دنبال کردن، ما نمیدونیم. برنامه که شما وقتی شناسایی میکنین، اتفاقا شما اشاره کردین به اینکه چجوری حسابسازی میکنن به اسمهای مختلف جاهای مختلف، ولی غیر از اینکه این اشخاص بخوان همهشون برن جراحی پلاستیک بکنن یا در ظرف تمام زمانهایی که تو خیابون هستن ماسک بزنن،
ما اینا رو شناسایی میکنیم، جاهاشون یه عده زیادشون الان جاهاشون مشخص، یعنی که خیلی خیالشون راحته که هیچ خبری نخواهد شد. پس بنابراین با شناسایی اشخاص، با اینکه کجا هستن، چیکار میکنن، میشه ردشون رو پیدا کرد. در درجه اول اینها رو باید از طریق قانون کشید زیر تحیه، و ما وقتی که در ایران با مدارک و اسناد در دادگاه علنی اینا رو محکوم کنیم، لیست دزدی‌هاشون رو بنویسیم، به دنیا اعلام کنیم، بر علیه هر کشوری که بخواد از اینا حمایت کنه ما قرار صادر میکنیم، میریم دنبالشون. اگه اینا میخوان با بقیه دنیا، یعنی کشورها میخوان با بقیه دنیا از جمله با ایران رابطه دو طرفه داشته باشن، نمیتونن این چیزا رو نادیده بگیرن. یعنی حتی قوانین وجود داره که شما میتونی بری دنبالش. و اون وقت پرسیدنت به فارسی میشه یک رویه، یک رویه هم وجود داره، یعنی کاری که یهودی ها کردن در مورد چندین کشور که اونا مجبور به پرداخت خسارت شدن، اون یک رویه است که میشه غیر از قانون از رویه استفاده کرد. میدونین که در آمریکا و در خیلی از کشورها شما هم قانون داری هم رویه، میگه طبق قانون شما این کار کردی، این خلافش اینه، و در ضمن در سال فلان در فلان دادگاه دا این رأی داده شد و اون یه رویه است. در حال منظورم اینه که ما نمیدونیم روش کسانی که میخواستن برن دنبال ثروت شاه، و من چنیدم فقط چند ماه رفتم دنبالش، اونم در سال همون سال اول بعد از انقلاب. من اینجا نوشتم که و گفتم خدمتون که تا اعماق جهنم دنبالشون میریم. ما باید تیم‌هایی درست کنیم که فقط و فقط کارشون اینه. و چرا میخوایم این کارو بکنیم؟ برای اینکه ما بین 800 میلیارد دلار تا 1 تریلیون دلار از ایران اینا بیرون بردن. ما اگر این پول رو برگردونیم ایران، در یک حساب ویژه بذاریم و اون رو بذاریم برای توانمند کردن استانها، یعنی تمام استانهای کشور اون پول بره در اون استانها سرمایه گذاری بکنه که چجوری این استانها شکوفا بشن. هدف این. بسیار ممنونم از شما. البته من یادم اول انقلاب اینا آمدن و شکایت کردن و دنبال پولای شاه و اینا بودن، حتی دعوای بین فرح و شاه بوده سر اون هواپیما که ازهاری گویا به اینها، ازهاری نه، زاهدی به فرح میگی که چه کار داری به شاه، شما اینقدر پول دارید ول کنید. ولی فکر کنم آخوندها دیدن راحت تر اینه که کاری رو که شاه و اطرافیانش کردن به نحو چند برابر همونجا پولا رو بگیرن به جای اینکه برن دنبال دردسر. آقای اکبری همشهری نازنین من میگه، می نوشته اینجا، آقای لادن با حرفاشون آدم رو امیدوار میکنه و یه جورایی به مخاطبان آرامش میده. من با ایشون کاملا موافقم و به نوبه خودم از شما تشکر میکنم و ممنونم که خیلی چیزا به من یاد دادید. این عجب اکبری سپاسگزارم. ممنونم. این دوستمون آقای کامیار شکیبا یه نوشته‌ای نوشته که یه کمی بحث برانگیزه، امیدوارم دوستان فوری ناراحت نشن. سلام آقای سوربی، نمیدونم این درخواست من زیاده یا نه، میخواستم از آقای لادن سوال کنید فقط یک دلیل بیاورن که دموکراسی به نفع ملت است. آیا مردم اصلا صلاحیت دارن مدیر اجرایی خود را تشخیص بدهند و انتخابش کنند؟ احتمالا خواهند گفت آزادی از جمله آزادی انتخابات از حقوق اولیه بشر است. سوال من همینه، آیا این آزادی به نفع مردم است؟ آیا هر آزادی به نفع مردم است؟ گوسفند هم دلش میخواد در بند انسان نباشه تا بعد یکی دو سال ذبح نشه، ولی اگر آزاد باشه دو روزه به وسیله گرگ پاره میشه، تازه از علف و طویله مفت هم خبری نیست. آیا آزادی گوسفند از دست انسان به نفعشه؟ طول و
کیفیت عمرش رو بهتر میکنه. ممنونم آقای نادر، بفرمایید شما پاسخ بدید. چند تا مطلب مهم به نظر و اگر بهش در یک بهش میگن بیگ پیکچر، یه تصویر بزرگ بهش نگاه نکنیم، بهش کپسولی نگاه کنیم، بعد یک حرفایی به گفته ایشون آدم میگه. ولی ببینیم بستگی داره به این که ما به زندگی چجوری نگاه میکنیم. نگاه کنین به این مسئلهی که الان چجوری ایرانی ها دارن خودشونو میکنن از کشورشون میرن بیرون. ما همه اون عاشق مملکت بودیم. من آرزوم اینه که تو مملکتم زندگی کنم، کار کنم و عمرم که تموم شد همونجا بمیرم. اینی که البته من محکوم به اعدام هستم، نمیتونم برگردم، ولی اینا که برن من فرداش میرم ایران. پس بنابراین مسئله این که ما اومدیم بیرون ربط داره به این چیزی که ایشون میگه. چرا اومدیم بیرون؟ برای اینکه حق و حقوق اونا از ما گرفتن. یک دختر خانم یا یک بانوی ایرانی که نمیتونه انتخاب کنه پوشش داشته باشه یا نداشته باشه، چی بپوشه یا نپوشه، لباسش تا کجا باشه، تا کجا موش پوشیده باشه، این یه حق خیلی خیلی ابتداییه که از دست گرفتن. پس نمیشه راجع به این صحبت کرد که اگه گوسفند آزاد بذاری چیکار میکنه، گرگ پارش میکنه. نه، باید بذارینش توی اون تصویر بزرگ. حق انتخاب و تصمیم اگر از من بگیری، من دیگه انسان نیستم که، من یه امتم، یک رعیتم. و همونی که ما در ایران قرنها بودیم، ما در مقابل سلطنت همیشه رعیت و بنده بودیم و همه نویسنده ها و اشخاصی که تاریخدان هامون همه اینو تکرار کردن که جان و مال ملت در دست شاه بوده، در دست سلطان بوده، هیچ حق و حقوقی نداشت. و بعدش هم اینا اومدن ما رو کردن امت. یعنی ما قادر به تشخیص راه از چاه نیستیم، باید تابع روحانیت باشیم. پس چیه؟ اگر ما بپذیریم که این آزادی و دموکراسی به درد نمیخوره و همون بهتره که ما سرمون رو بندازیم پایین بریم جلو، یعنی همون سیستم 2500 ساله رو داریم ادامه میدیم که این 40 سال دیگه به اوج خودش رسیده. ما نه حقی داریم، نه میتونیم انتخاب کنیم، نه میتونیم تصمیم بگیریم و ما با ما مثل یه گوسفند رفتار میکنن. ببخشید طولانیش. من از شما بسیار ممنونم. البته خود من شخصا باور دارم که این انتخابات و حق انتخاب و اینها باید یه آموزشی افراد دیده باشن. بله، ما توی مملکتون متاسفانه نداشتیم این آموزشو و حتی من شاهدم توی کشوری مثل آمریکا هم طرف خیلی خوشحاله که 16 سالش شد اولین رأی رو میره میده اینا، ولی ازش سوال کنی که اصلا روی نقشه ایالت ها رو نشون بده چند نفر اینجا هستن، چیه سیستم، چجوریه، کی به جای تو رأی میده و اینها، هیچی حالیش نیست. من فکر میکنم آقای کامیار شکیبا منظورش اینه که باید اون آگاهی وجود داشته باشه تا دنبال این آزادی باشیم. بله، اگه آزادی رو بله بله. ممنونم آقای لادن، با اینکه حالتون به اصطلاح خیلی خوب نبود و اون ماجرای گلو و اینها، لطف همیشگیتون شامل حال ما شد و با ما بودید. من تا حالا شما رو چند بار روی برنامه دعوت کردم که به واشنگتن بیاین و چند روز اینجا باشید. امیدوارم این دعوت ما چیز بشه به اصطلاح. خیلی ممنون آقای لادن. سپاس. من میخوام فقط یه جمله اینجا بگم در مورد چیزی که شما گفتین در انتها و اینکه احیانا ایشون منظورشون این بوده. من با تمام وجودم به آموزش و پرورش، گسترش دانش و بینش باور دارم و این کاریه که ما در اندیشکده میکنیم. بسیار ممنون. دیدم که شما اونجا نوشتید که به اصطلاح آزادی و اینها باید همراه باشه، یا اول باید آگاه باشید تا آزاد بشید. خیلی ممنون آقای لادن، آخر هفته خوبی براتون آرزو می‌کنم. سپاسگزارم.
و برای شما و بیننده ها همیهنانم. مرسی، با امید دیدم. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. صفحه اندیشکده.net و مشخصات تماس و ایمیل، شماره تلفن واتساپ، همه رو اینجا میبینید. و آقای لادن هم به کمک دوستانشون خیلی به اصطلاح برنامه مرتبی دارن راجع به بایگانی این برنامه ها، جدا میکنن اون قسمت رو، مرتب میذارن، شما میتونید برید ببینید. اجازه بدین من از آقای اکبری تشکر کنم و حتما آقای اکبری برگردید اون ویدیو رو ببینید، قسمتی که من از آقای بهشتی پرسیدم کلمه ای که شما میگید مسله منظورتون با ساد هست؟ چون من برام یکم سوال شده بود و دیدم که شما اینجا نوشتید که ایشون، شما نوشتید خمینی مسلح نبود، شمشیر را از رو بسته بود، یعنی مسلح بود. من دیدم که این کلمه سلا اینا رو هم خیلی از دوستان اشتباه میکنن. اون دفعه بهتون گفتم توصیه و توسعه رو اشتباه میکنن، عبا و عبار اشتباه میکنن، ولی خب عب نداره. تا اونجایی که منظورمون رو به همدیگه بتونیم منتقل کنیم به اصطلاح هیچ اشکالی نداره. و یه سوال دینی و مذهبی برای اونایی که به خدا، شیطان، آدم، حوا باور دارن. اول خدا بوده، شیطان رو درست کرده که من نمیدونم برای چی. بعد حوصله‌اش سر رفته، آدم رو درست کرده. آدم رو که درست کرده به شیطان گفته بیا به این سجده کن یا سجده کن. شیطان گفته این کیه که من بهش سجده کنم؟ مگه شما سینیوریتی یا چیز رو، درجه و مقام رو چیز نمی کنی؟ من قدیمی ترم، چرا بیام به این سجده کنم؟ خدا شیطان رو از بهشت بیرون میکنه. شما تا اینجا رو قبول داری؟ حالا یه سوالی، خدا که شیطان رو از بهشت بیرون کرد، این شیطان چجوری برگشت باز توی بهشت؟ اونم بعد این که حوا رو آورده بود خدا برای آدم که تنها نباشه، اینا رو فریب داد که سیب بخورین، با مار نمیدونم چیز کنین، ماجرای گندم بوده. اینو از خودتون بپرسین، بعدا به این نتیجه میرسین که خدا هم مثل ما یه جوری، یه جورایی دوست داره خودشو اذیت کنه. ویلا چرا شیطان رو بیافرینی؟ چرا شیطان رو بعدا بهش بگی به این سجده کن؟ چرا از بهش بیرونش کنی؟ اگه اومد داخل شما خبر نداری، پس خدا بی خبره. اگه خدا خبر داشت، پس خدا دوست داره قلقلک بده، بعد وایس اون بالا خودش هم بخنده. خیلی ممنون که با ما بودید. تلویزیون مردم رو حمایت کنید. منتظر این نباشید که ما شماره بدیم، شما رو واتساپ تماس بگیرید، پول تلفن رو. این دوستمون اصلا حرفی که زده، من دو روزه میتونم بگم سردرد گرفتم. آقای شیخی میگه آقا چقدر برای خودت دشمن درست میکنی سوربی جان. آقای شیخی خیلی ممنون، همین که توی این چند سال تونستیم 7 تا دوستم برای خودمون درست کنیم، باز جای خوشحالیه. البته دوستامون دیدید مثل اون مجید همشهریمون سر یه چیز کوتاه قهر میکنه، مثل سعید سر یه حرف حقیقتی که من زدم قهر میکنه. و این تنها آقای جواد خادم خائن نیست که با پولای دزدیده شده رفته و حتی دیگه نیومده یه روزم برای ایران کاری انجام بده، تا حالا که دیگه سر پیریه و گوشاش نمیشنفه و اینها. به اصطلاح همه دوستای ما هم یه جورایی تا یه حدی باهات دوستن. برید اون تا لب بوم دوستت هستم، تا یا تا لب بوم بام همراه دستم، اونو نگاه کنید. فیلمی که داشتم بهتون میگفتم اینه، به یک کارگر ساده نیازمندیم، یه فیلم بسیار خوب. افرادی که فکر میکنن کپیتال پانیشمنت یا مجازات اعدام دنیا رو درست میکنه، اگر انگلیسی بلد هستین این فیلم دیوید گیل رو ببینید، که اون هنرمند خیلی معروف که الان دیگه نمیتونه بازی کنه، آقای کوین اسپیسر، اون توش بازی میکنه. داستان همین ماجرای اعدام و اینها هست، خیلی فیلم خوبیه. باز هم ممنون از شما دوستان که با ما بودید. از آقای ارشاد هم همینجا عذرخواهی میکنم که چند دقیقه به اصطلاح دیر شد برنامه ایشون، ولی حسن این تلویزیون مردم اینه که دیر رو چی میگن، میگفت
دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. یکم به من فرصت بدین، ویدیوی آقای ارشاد رو هم میذارم، بعدش برنامه جدید شاهین رو میبینیم، بعدش کانون آوا، بعد سوربی. پس شد ارشاد، آقای حسن ارشاد از ایران برنامه 375، آقای شاهین برنامه 8 که من به اشتباه نوشته بودم 9، بعد کانون آوا برنامه که قبل از برنامه خودم بود، سوربی. ما 4 تا برنامه داریم. پس اینجا بهترین جاییه که شما ویدیو بفرستید، برنامه بذارید، چون تا کسای دیگه نیومدن هی تکرار میشه، به جای یه دفعه در روز یا 2 مرتبه ماکسیموم در روز چندین مرتبه پخش میشه. روز روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید. مرسی.